That's pretty cool. یه تا خاطرات چیزت بگو. چی؟ مهاجرتت بگو. گوشیو بذار رایان. ولش کن گوشیو. خاطرات مهاجرتم. نینی اونجاست؟ آره نینی اونجا اینجا چی؟ تو میبینیش؟ آره بابا اینا. اوکی. چون ما که چی نمیبینم. نه من میبینم. بیان عکس میگم. خاطرات مهاجرتم. خب. من اوکی. ببینم. Just to be sure. اوکی. این سلطان جنگل باشه. نگاه کن. آره. من استودنتی اومدم اینجا. دوست نداشتم بیام. هایه؟ اصلا زوری اومدم. چند وقت کانادا ای؟ دسامبر 2019. فکر کنم 4 سال تموم شد. اوه، that's a lot, long time. بعد اصلا دوست نداشتم بیام. وقتی هم ویزا اومد بازم باور نمیکردم که مثلا دیگه جدیه. آره، همه رو شوخی میگرفتم برای خودم. دیگه اومدم و بعد خب تو این وسطا خیلی داستان رو پیش اومد. من واسه دانشگاه پیش اومد. من خونه ها دیدی اول که میای باید بری اتاق بگیری و داستانا با اتاق پیش اومد با یعنی صابخونه اونجا. بعد الان برم تو دیتر رایان خاطرات چیز رو تعریف کن. خودم رو تعریف کن داستانی که گوان اومد چی شد. آه گوان اومد بعد دیگه مثلا 3-4 ماه بعد با رایان آشنا شدم و با دختر صابخونه دوام شد سر رایان. خدا بعد دیگه من موف کردم و این داستان ها. بعد اولش که ما ماشین نداشتیم وقتی که دیگه ماشین گرفتیم همین جوری داره داد میزنه بابا شما نینیه بابا به خود مخ من رو درد میاره نباسه این من اصلا نمیشنم صداشون. بعد ما ماشین گرفتیم فکر کنم یه شب بود ما بیرون بودیم داشتیم برمیگشتیم خونه فکر کنم بوده ساعت 12 تو برادوی. بعد دیدم که پلیس گفت جلومو گرفت گفت برو مثلا بزن کنار الکی برو ور کرد منو الکی. تو نمیرفتی؟ نه آره همین که رو گفت بزن بقید تو هم بودی؟ آره آره با رایان با هم بودین؟ آره خب رندومی مثلا چک میکنه خب اومده بود تو ونکوور بودین درسته؟ کجای ونکوور؟ تو برادوی. اوکی من نمیدونم بین ونکوور و برنابی. اوکی آره. بعد کی داشت درایو میکرد؟ من. خب بعد چی گفت بزن کنار رایان گفت هیچی نیست و اینه اومد گفت مشروب خوردی گفتن خب تست بگیر مشروب نخورده بودم. خب بعد گفتش که گواهینامه و اینا بعد وقتی که میری آی سی بی سی اگه استودنتی بیای تو میتونی با گواهینامه حدودا 90 روز رانندگی کنی. خب من نالج تست همین باشه اسمش این امتحان کتبی آینامه رو داده بودم قبول شده بودم. بعد واسه این درایو تست رود تست مثلا تقریبا 2 ماه بعد وقت داده بودن خب که بری رود تست. بعد یه دونه برگه به من دادن برگه آبی. خب در ساعتی که به هم برگه زرد میدادن من حتی اونجا میکشور کردم که آقا برگه درسته گفت آره اوکیه. بعد هیچی این رو دادم با مدارکی دیگه داشتم مثل ورک پرمیت و این داستان ها دادم بره چک کنم. اومد بعد بکنم یه رو 20 دقیقه گفتش که من گواهینامه تو سیستم ثبت نشده. دید هیچ بهانه دیگه نداره دیگه. بعد خیلی جالب بود یه برگه که به من داد گفت با ماشین بخوابه انقدر اونجا گریه کردم داد میزدم سر یارو قشنگ داد. وانی که گفته بود گواهینامه سیو نشده. آره من شما گواهینامه تو سیستم ندارم در صورتی که ورقه ای نداشتین که مثلا پروف کنین که قصه مثلا اینجا خب. بهش میگن آی سی بی سی درسته. آره وقتی میری تو آی سی بی سی بهت یه ورقه میده میگه میتونی با این بنی درایو کنی بعد بیای تو خیابون پلیس جلوتو بگیره یه چیز دیگه بگه خیلی مسخره است دیگه. یعنی اصلا دو تا مثلا اورگانایزیشنی که کانفلیکت دارن با هم با همدیگه هیچ هماهنگی ندارن. آی نو دتس فاکت اپ. خاطر روستا دارن. بعد خیلی جالبه این برگه که میگه مثلا شماره گواهینامه تو ندارن روش نوشته باشه شماره گواهینامه من پس چطوری نداشته تو سیستم. آره خیلی خوب. بعد چی شد؟ بعد چی گفت یه هفته ماشین بخوابه شما حق رانندگی نداری. بعد گفتم خب من چطوری پس رفت ببین تو وقتی ماشین میگیری پسوار میدی میخوایش اینجا هست اینها اینجا هست اونها بعد خب ماشین میگیری و بیمه میگیری اینا رو چک میکنه دیگه همینجوری که نمیده ماشین به تو که مثلا بدون گواهینو مثلا ماشین بخری و این داستانا بیمه اون آره دیگه خب پس یه اصلا منطقی نیست. بعد
یارو میخواست تلکه کنه دیگه نون شب نون بچه‌شو نذاشته بده. دو تا هم بودن کلا سیستم کانادا اصلا تیغ بزن بود یارو، یعنی اگه راهزن بد میزد کمتر ضرر میکردی. خدا نه اینجا خیلی چیز دیگه واقعا، ولی خیلی حالم بد شد، ولی انتقام خیلی گنده ازش گرفت. خب چی شد؟ ماشین رفت پارکینگ یه هفته بعد فکر کنم حدود 300 خورده دلار پول پارکینگ بود. بعد رفتیم ما تحویل بگیریم. خب کسی این پول اینا رو نداد؟ ما هم دادیم، ما شما دادیم. خب بعد جریمه هم کرده بود و من خب خیلی علات روی حالم بد بود، اصلا میدونم که ایران اگه اینه اینجا پس هیچ از ایران بدتره، یعنی ایدئولوژی من این بود چون اوایلی بود. آره تازه من این تجربه جالبی نیست. خب آره بعد رفتم آی سی بی سی، گفت اصلا این من اصلا همچی چیزی نشیدم پلیس بگیر و اینا، سر اونا داد زدم و این تیکت رو ویف کرد، تیکتی که پلیس داده بود. بعد رفتیم بعد یه هفته پارکینگ، دیدیم ماشین تایرش فلاته، لاستیک ماشین هم اون که تو کرده بود پاره کرده بود، این لاستیک قشنگ باز شده بود. آره اصلا هوا نمی رفتش. حالا ما میگیم خب الان شما اجازه دادید ما ماشین رو ببریم، ولی ما نمیتونیم ماشین رو ببریم بیرون، الان چطوری چیکار باید بکنیم؟ بعد زنگ بزنیم یکی بیاد مثلا یک چیزی بیاره. یکی از خودشون اومد 70 دلار هم چارج کرد، یه پولی هم اون گرفت. بعد فقط تونست یه کار کنه، ما اینو تا مثلا 5 دقیقه خب این تا 10 دقیقه دیگه دوباره برمیگرد حالت اولش، هر کاری کردی برداشتیم بردیم. خب یه دونه لاستیک هم که نمیتونی عوض کنی دیگه، بعد دو تا باشه بالانس ماشین به هم بخوره، نمیتونی دو تا آج مختلف بذاری. بعد بقیه شو اونم حلقه لاستیک عوض کردیم و اینا، اونم چقدر شد؟ نزدیک 300 400 دلار هم اونجا شد. نه اینا رو ریمبرس نکردن یک سال بعد با شکایت من. اینا رو میتونی حتی سو کنی، حتی کرد دیگه. کردم. چقدر گرفتین ازشون؟ ببین در حالی که پلیسا میگفتن هیچ کاری نمیتونید بکنید سوشون کردیم. خودشون به جایی رسید که وکیلشون زنگ زد و التماس میکرد چقدر راضی میشید. با چقدر اومدیم بیرون با سو کردیم؟ ببین فامیلی داکتر خب خیلی مهمه دیگه. من فامیلی داکترم گفتم اگه فامیلی داکتر چون حسش واقعا خراب شد، فامیلی داکتر بود، یعنی فامیلی داکتر درست بود، چون یه زن ایرانی عوضی بود، فامیلی دکتر درست بود، اون قشنگ با دو برابر این مبلغ. خیلی جالبه ببین فامیلی دکتر ایرانی باش داریم میگیم من اندازه روحی دمیج شدم، دارم داغون میشم، اینا به من آسیب زدن، میگه پلیس میخنده، میگه پلیس اصلا مگه داریم چنین چیزی؟ یعنی هنوز رو دیفالت فکریشون هنوز رو ایرانه. آره دقیقاً اینجا مدرک گرفته، همه کارش اینجا کرده، ولی اصلا پلیسای آخه دکتر ایران اصلا اینطوری برخورد نمی‌کنه. تو کانادا خیلی مهمه از نظر روحی ابیوز کنه کسی رو، کسی مثلا آزار روحی بشه از طرف کسی جرمه، ولی هست دکتر ایرانی میگفت که پلیس دوست ماست. گفتیم خب ما میدونیم آقا پلیس دوست ماست، ولی اینجا یه چیزی اینا همین هم شده. که اومدن اینجا اینا رو خراب کردن دیگه، همین با همین دیدگاه ها میان اینجا، اینجا رو قوانین که اینجا داره ران میکنه میاد اینجا رو گند میاد. با چشت داری میبینی داری ابیوز میشی، ولی اگه کاری نکنی خیلی حال بدتری خواهی داشت در آینده، چون میدونی در حقت اجحاف شده. میدونی این حس رو ما داشتیم که اینا اجحاف کردن به ما، و هر وقت مثلا این مسئله رو من مثلا میگفتم تعریف کنم همینجوری گریه میکردم. من همین الان تعریف کنم آدم بس شده بودم. آره خیلی حس بدی شد. حس جا... خب اف کورس من تو خب کاملا یه کار قانونی داری میکنی، بعد یارو میاد میگه شما آبجو داشتم. آره ها میگم کاش یه آبجو داشتم. این داره این حرفا رو میگه، کل این داستان داره میگه که الان دیگه آبجو بکنه تو چه چیزا تو کلام. خب گفتم بحثتون زیاد جدی شده، گفتم داستانو عوض کنم. خب بگو بقیه‌اشو چی شد. بعد هیچی دیگه کجا بودی؟ آها به وکیلم گفتم که من یه وکیل حقوقی میخوام. اول پرسیدم که خب مثلا چطوری اینا، مثلا کاتگوریاشون رو نمیدونستم. گفتش که باید وکیل حقوقی باشه و ول کن و نمیدونم چی و برای پیار بد میشه و اینا. گفتم ببین برای من هیچ اهمیت نداره، از کانادا که متنفرم، از آدماشون هم که متنفرم، پلیس هم که دزده، یعنی با همچین ایدئولوژی رفتم. گفتم اصلا برام اصلا فکر کنم بخواد به خاطر این موضوع ریجکت کنم، اصلا اهمیت برام نداره. نه ریجکت کنم. گفتم اصلا ببین به خاطر اینکه ترسوان. آره مهاجرت شده به خاطر اینکه ترسوان، اصلا چه ربطی داره؟
گفتم به من اصلا من اهمیت نده، تو به من شماره چیز حقوقی بده، من با دهن اینا رو سرویس کنم، چون من اگه دهن اینا رو سرویس نکنم اصلا نمیتونم زندگی کنم، من این همیشه توی عقدم میمونه، حالم بد میشه. بعد داد و بعد یه وکیلی هم بود میگفت خیلی ناخون خشکه. خب وقتی من زنگ زدم بهش و گریم باز گرفت، خب حالم بد شد، یارو مجانی کارمو انجام داد، گفت بیا دفترم، اصلا این مدل نیست تو بری اونجا پول ندی، اصلا اون اصلا اینطوری نیست. گفتش که با این شهادت نامه که برده میشه هم تو دادگاه برنده میشی، همین که میتونی این ضرر زیان چیزایی که مثلا چیز شده رو بگیری. بعد فکر کنم من رفتم اول به RCMP شکایت کردم، اول زنگ زدم به این سوپروایزر اینا، جوابم نداد، گفتم ببین من تو دادگاه میبینم، تو پیغام گذاشتم براش. بعد رفتم RCMP شکایت کردم، زنگ زده به من که آره میخوای پلیس بده، ازم معذرت خواهی میکنه. گفتم من معذرت خواهی پلیس رو میخوام چیکار کنم؟ گور بابای پلیس، پولی که عمل رفتر با معذرت خواهی جبران میکنن، نه اصلا همچی چیزی نیست، من باید پدر اینا رو دارم اصلا. پوله هیچی اعصابی که خورد شده از ما. بعد آره بعد هیچی، آقا ما رفتیم رفتم پیش این وکیله، یه قرار دادگاه گذاشتن، بعد من اینقدر اصلا خورد بود اصلا نمیدونستم باید دادگاه اینجا بالا رو رسمی برم، با شلوارک رفتم خیلی قشنگ. بعد شرف اونجا یه ایرانی بودش که خیلی سال بود اینجا زندگی میکرد، بعد لهجه هم داشت، گفت چرا اینطوری اومدی؟ گفتم خب اینجا کانادا دیگه، آره دیگه کورت بود. گفتش که با شلوارک نمیان، گفتم اینجا کشور آزاده، من تو ایران دادگاه نرفتم ولی فکر میکنم اینجوری اینطوری باورم نمیشه. خب دیگه با شلوارک کورت که دیگه درسته که درس کد، ولی خب آره بعضی نمیدونن دیگه. خب چی گفت؟ هیچی. بعد قاضیه رفتم اینا، این قاضیه پیره مثلا دیدی، قاضی مهرام، قاضیاشو خیلی آدمای خوبی ان، ولی کلا بگم قاضی بعد بگیم ببین، خب میدونی قاضی یارو رفته کلی درس خونده، مثلا یه پلی میدونی خیلی راحت میگه این کی گفته داری تا ویدیو پیج کن. نه تو رو خدا الان میاد دوباره، میاد دوباره الان که فعلا تو آرامشه، نیست آخه نه هست پایینه داره میدور میچرخه. آره دیدمش. اوکی آره دیدم. آره اینی که این داستانی که گفتی، منم راجع به داستان با پلی با پلیس من خیلی داستان داشتم تو مثلا پلیس دزده، یعنی آخرش اینجا... چطور موضوع پلیس تو خوب داریم. آره موضوع رو بهم بگو چی شد، رفتی کورت با شلوار چی گفت؟ مثلا کورت و اینا گفتش که بدن گواهی نامه نشاستی، گفتم مثلا اینطوری نیست، کی گفته من بدن گواهی نامه نشاستم؟ گفتم شهادت نامه، گفت نمیخوام برام تعریف کن. بعد تعریف کردم، اون گفتش تو مقصر نیستی و اینا. گفتم خب من پولمو از کجا بگیرم؟ گفتش که من نمیتونم مشاور حقوقی بدم. گفتم که شما نمیتونی مشاور حقوقی بدی، پلیس نمیتونه شما مشاور حقوقی، کی میتونه اینجا مشاور حقوقی بده؟ اصلا مگه اینجا کانادا نیست؟ کانادا یعنی با ایران هیچ فرقی نمیکنه. من شروع کردم، بعد دیگه گفت ببین برو پایین اینجا شکایت پر کن، اگه مثلا بیشتر این مبلغ بود برو اینجا، اگه کمتر بود برو اینجا، مثلا آنلاین ثبت. رفتم این کار رو انجام دادم و اینا، این پروسه فکرم یک سال طول کشید، رفتم آنلاین اقدام کردم. بعد اینجا یه چیزی داره اسمش نمیم چیه دقیقا یادم نیست، مثل بین کسی که شکایت میکنه و کسی که مثلا محکوم قراره بشه یه وسط میذارن، یه کسی که مثلا چی بهش میگن؟ مثل شورای حل اختلاف ایران. میدونم آره. بعد آره بعد زنه به من زنگ زد و اینا، توش که آره این فایل دست ماست و اینا، حالا وکیل سی تی به تو آفر میده. بعد دیدم 100 دلار 200 رو، گفتم اونو برو به احمد بده، برو جلو آینه، من نمیخوام چیزا. 100 دلار 200 دلار؟ آره 100 دلار 200. گفتم ببین زمانی که به اون مبلغ نرسیدی لطفا به من ایمیل نزن. 100 دلار 200 دلار پول رفته اومده نمیشه واسه این داستان. آره بعد گفتم که چی میگی تو اصلا برو بابا. بعد گفتش که بعد هیچ شروع کرد این چند روز این مثلا مسیجا بود، بعد زنه زنگ زد گفتش که دیگه بیشتر از این نمیاد و اینا. گفتم که خب پس قراره نمیم بعدش چی میشه؟ گفتش که یا باید قبول کنه یا باید دادگاه. گفتم خب دادگاه. بعد گفت خب دادگاه میبازی و اینا. بعد منم دیگه نگذاشتم نه براشون، گفتم تو هم طرف اینایی. گفت نه من طرف تو هم. گفتم دروغ نگو به من. گفتم من دیگه به هیچ کی اعتماد ندارم اینجا، نه تو به تو اعتماد دارم، نه به پلیساتون اعتماد دارم. سال اولی بود که کی بود این؟ کی شد؟ 2019؟ نه نه 2000، من آخر 2019 اومدم، 2020 بود، یه سال بعد اینکه اومدین شد اینجوری شد. بعد گفتش که نه اینطوری نیست. و گفتم همه تون دروغ گوین، فقط یه ماسک رو راستی زدین، من اصلا شما رو قبول ندارم.
بعد گفتش که اوکی ممکن تو دادگاه ببازی از دست. گفتم ببین یه چیزی خیلی مهمه، آدما یه چیزی توشون یه پوینت مثبته، من هیچی برای دست دادن ندارم و اصلا برام مهم نیست. گفتم تو فکر کردی مثلا من چیزی الان برای دست دادن ندارم؟ آدمی که چیزی برای دست دادن نداره خطرناکه براتون، نه آدم که هر چی داره. بعد گفتش که باشه. گفتم تازه من یه سری مدارک رو بهتون ارائه ندادم، من از راز روحی آسیب دیدم و همه اینا رو پروف دارم و من با مثلا به اندازه چونم گفتم 10,000 دلار 20,000 دلار میام از دادگاه بیرون، ضررش بیشتر براتون، ولی من این مدارک رو بهتون ندادم چون دلیل ندارم همه چیزامو رو کنم براتون. بعد گفتش که باشه من وقت دادگاه میدم. گفتم بذار وقتی هم دادگاه بردم شماره تو بده بهت زنگ میزنم. گفت باشه. عصری شد ایمیل زد که سیتی قبول کرده. چیو دادگاه رو؟ نه سیتی قبول کرده پول بده. اوکی چقدر؟ چک و فرستاد و اینا. گفتم اوکی. گفت یعنی شکر نداری دیگه؟ گفتم نه دیگه شکر ندارم گروبات. در سکه چیزه چک چقدر بود؟ 10 تا؟ چک چقدر بود؟ 6 تا؟ چقدر؟ 6 تا بود. آره 6 تا. چقدر ازتون گرفته بودن؟ لاستیک و اینا و همه چی 1000 تا 2000 تا خرج برد؟ آره اون که برد. نزدیک 2000 تا. آخه ما ضرر داشتیم. ضرر هم توی چیز داشتیم. اوف کورس. مثلا فکر کن رنت و فلان و اینا سرمون اصلا به مشکل خورد. اصلا چیز بود. ماشینت رو بخوابونن you got so many things to deal with. اصلا قابل مقایسه نیست. و ببین اصلا من خودم تو این سیچویشن قرار میگیرم که قرار گرفتم اصلا نمیدونی چی کار کنی واقعا. ببین من هنوز که هنوز پلیس میبینم میذارم کنار بره. چون من ببین میدونی چرا اینا اولین ماشین که جلوشونه نگاه میکنم پلاکو میخوام ببینم میتونه اینو به مثلا تلکه کنن یا نه. به خدا بعد ببین هنوز که مثلا اگه پلیس چند روز پیش ما رو نگرداشت نه اینجا می هست بده. ببین نه واقعا هست دیدگاه نسبت به مسئله خراب میشه اگه تجربه بدی داشته باشی. من حالا یعنی باز کنم الان پلیس میبینه خب حالم بده. احساس امنیت نمیکنه. اگه دوز ببینه احساس امنیت بیشتری داره تو پلیس. پلیس میبینه بیشتر احساس اصلا ببین رشه تو وجودم یه جوری میاد دست که کاری هم نکردم فکر میکنن نه اومدن یه آسیبی بزنن دیگه اومدن یه بلایی سرت بیارن اینجوری این داستان میشه. حالا ولی پلیس اینجا یه ذره حالا امنیت احساس امنیت میده ولی خب هست اینجوریش اینجا هم بد هست هم خوب هست. من یه بار جی واک کردم پلیس زد کنار داشت دنبالم میکرد که بیاد منو بزنه. یعنی چی؟ من بردمش کورت. من اون روزی که منو چیز کرد بهم چک داد نمیدونم 5 دلار چیزم کرد. من رفتم به چیز گفتم به جاجه گفتم ایشون من گفتم من این پول نمیدم. گفتم this guy is emotionally messed me up for $50 or چیزی نه. جاجه گفت یعنی چی؟ گفتم این آدم فاکینگ گفتم این آدم پیاده شد میخواست منو بگیره بزنه. حاجی پلیس وقتی میخواد تو رو بگیره بزنه دیگه از چی؟ من بخاطر اینکه جی واک کردم همون موقعی کووید بود 2 هفته بعد کووید گفت این واقعا اینجوری و فلان. گفتم یس اینجوری و فلان that's like I was with him بخاطر همین من اصلا I don't want to pay this thing. این یارو گفت اوکی گفت میخوای ازش شکایت کنی اینا. گفت حالا این سری میذارم بری اوکی 5 دلار نمیخواد بدی ولی گفت میتونی میره ازش شکایت کنی اگه میخوای. من گفتم دیگه اون سری نشم دیگه من شکایت کنم اینا. من میکردم بعدم این کارو میکردم. من فقط بخاطر همون رفتم بگم 5 دلارم میدادم. من رفتم بگم آقا این آدم اینجوریه این آدم اینجوریه. ولی میتونستی ولی چیز بگم نه حالا نزد که ولی دنبالم کرد ولی خب قصدشو که داشت. آره فکر کن از کل آدم ها خیلی حس بدیه چند نفر اینطوری بلا سرشون میاد و نمیرن دنبالشو بگیرن. حالا این که کاناداه تو ببین آمریکا چه وضعیته با پلیسش شاید مثلا 3-4% مثل تو برن دنبالش چون ولی اینجا سریا... یاد گرفتن بی خیال باشن در یه سریا سکوت میکنن و واقعا در اچهاف میشه بهشون واقعا. این خیلی از کاری هم نمیتونی بکنی یا این خیلی بده. واقعا وقتش نداری بری پیگیری خیلی چیزا رو بکنی. آره اگه بخوای پیگیری کنی میتونی برسی به جایی. کیو؟ خب چیز کن سایلنت کن. چیزه اصلا نمیفهمه یه سر چیزا. خب خاطره خیلی جالبی بود. آره خشن نینیو میبینی؟ آره اونم جون همجون رئیسی نشسته. اوکی. آره.
خب حالا بذاریم یه در حاضر فان خاطره جدی بود زیاده. چه خاطره سنگینی بود داره شروع برنامه. یه خاطره بود که چون پلیس دیگه اینجا بچه که میخوام بیان کانادا حواسشون باشه پلیس جیبتون رو نزنه صلواتو همینجا خط کن. حالا اینجوری دیگه فکر نکنم چرا اینطوری خوب داره بعدم داره من خوبش رو دیدم بعدش هم دیدم گفتش که یکی از بچه ها نمیخوام اسمشو بیارم یکی از بچه ها تو کانادا پلیس و اینا تو ونکووره و من نمیدونستم این اونه. شانس آورده زیر پستش فوش ندادم. کی چی؟ یکی تو اینستاگرام یا میشناستش گفتش که من چند بار دیدمش. میدونی کیو میگم؟ من گوشی بده نه خیلی آدم خوبیه. خیلی آدم خب میدونم ولی شانس آورد تو دیدگاهت عوض شده. شانس آورد من که نمیستم این اونه میخواستم زیر پستش بهش فوش بدم میخواستم که شما همه تو دوزی این طوری جنه چی چه میدونم هم نیست دیگه دیگه پلیس همه شون همین ندیدم حالا دیگه دیدت خراب شده دیگه درست همه رو با یه چوب بزنی دیگه حالا ما میزنیم چون ما یاسیم. خب بریم سراغ بحث بریم بحث فان بحث. خب تجربه فانت چی بوده حالا؟ فان تجربه فان چی داشتیم؟ نمیدونم بگو من چیزی که بزنم بیا فان نداشتین؟ فان چی داشتیم؟ مثلا چه میدونم اومدیم ونکوور اولین جای خفنش رو کجا؟ من هنوز ونکوور رو اونجوری ندیدمش خودم. مثلا جای خیلی خوب کوههای خیلی خفنی داره اینا من نرفتم. پرشوبه رفتیم آخه طبیعت مثلا فانه مثلا طبیعت فان خب زیاد اهل طبیعت نیستی. من آه. خیلی بعد با طبیعت حال میکنم. آها یاسی نیست اهل طبیعت هنوز طوری... مثلا تو راه داریم میبینیم یه منظره میبینم نمیتونم چشمو بردارم مثلا میبینم. چیز میشه یه هو بس میگم خب منظره است دیگه این منظره هاش منظره نیست انگار نقاشیه کلا چیه اصلا ما میگیم تو ایران منظره خیلی قشنگی داریم ولی واقعا من ندیدم اصلا این شکلی ندیدم اینجا اصلا یه داستانی واقعا اینجا اصلا خیلی 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 این عکس یه چیز انگار که واقعی نیست انگار بهشته مثلا واقعا بهشته. من اومدم اینجا دیدم من تابستونش ندیدم من ته تابستونش دیدم و دیدم هولی چه چیزی رو از دست دادم. تابستونش حالا ببینی ببین پرنده های سیاه پرواز میکردن سیاه مشکی تو آسمون بعد قرمز بعد رنگ آبی بعد حس آدم ها اینجا دیدی خود دیدی که تورنتو واقعا اصلا آدم ها خیلی فازشون پلیسی که داستان تورنتو خراب کنیم ما ادامه داره آره تورنتو دقیقا مقدر هواش آخه اصلا هواش آدم ها هوا رو اعصاب آدم ها تو حس آدم ها همه چی اصلا هوا رو کانستراکشن خونه هم آسفالت شهر رو یارو میدین سیتی تورنتو چند بار بعد بگیره آسفالت ها رو اوکی کنه بخاطر فریزی که میشه میشکن شهر سیتی داره پول بیشتر خرج میکنه آب و هوا مردم دیوونه تر میشه اصلا آب و هوا همه اینا فاکتور اینا رو حساب کتاب نمیکنن مردم واقعا خیلی تاثیر داره آب و هوا همه چی دیگه. من قشنگ حس کردم که آدمو مهربون ترن اینجا آدمو خب پس ببین امریکا یه جایی که هوای معتدل داره ببین چقدر نرمال ترن. امریکا خب یه سری جاهاش هم سرد هم هست مثلا نیویورک هم سرد نیویورک مثلا خب آره سرده ولی یه جایی نرمال داره مثلا کالیفرنیا اله اینه تورنتو آره نیویورک بدتر از تورنتو واسه همین یه سر آنورمال حداقل نیویورک ببین یه چیزی داره میدونی نیویورک فکر کنم یه خروش آدم ها رو توش میبینی نه نیویورک حداقل تو برادوی داری مثلا سینما مثلا چه مایکل فاسبندر مثلا میاد مثلا یه پلی بازی میکنه مثلا حداقل یه چیزی یه انرژی باحال آرتی توش هست تو نیویورک. تو تورنتو واقعا اس میدیوکر سیتی آی دتس وات آی فیل لایک تورنتو خوشگل بود باحال بود یه فاز چیلی داشت ولی بعد کووید به فاک رفت دیگه. بعد خیلی باله من اصلا ایرانی هایی که تو ونکوور دیدم توی تورنتو هم بودن نورث سمتای ریچموند دقیقا اونجا. همون فرهنگی رو دارن که ازش باش کوچ کردن اومدن یعنی آخه یه سریا... تو خود ایران هم دیگه نمیبینی ایرانی های این شکلی اصلا ایرانی های این شکلی اصلا اونجا نیست این چه شکلی هم؟ میدونم چی ببین یه سریا مثلا... خب چند سال پیش اومدن مثلا 4 سال پیش اومدن ولی ببخشید هنوز دهاتی هم همه رو داریم دیس میکنیم آقا ما رو ببخشید خب دروغ بگم مثلا بگم همه با کلاس ها نمیشه نه بابا بگو راحت باش من که میدونی آدم روکی هم همونجا میگم راحت میذارم با شمشیر نسم مردو هیتر رو حالا باز رحمت به رحمت به این آدم ها دقیقه اینا یه ذره خیلی چیز سرم همین یه سری از هندی ها تو اون پادکستی که داشتم میگفتم با بهزاد زب کردیم چیز بال بود مثلا من خیلی چیز جالبی که اولین باری که اومدم تو کانادا دیدم این دفتر نیازمندیاشون هستش عکس مثلا بیزنس رو میذارن آره تبلیغاتو
دیدم هر کی تبلیغات گذاشته عکسش هم گذاشته اون گوشه واسطه اینطوری. این قضیهش چیه؟ من رفتم نورت ونکوور ببین خیابون به خیابون عکس یه دونه ایرانی هست، جعفر مثلا امامزاده، آقا دیگه لوله کشی که عکس نباید بذاری که، عکس علی امامی با شلوار. بابا این کامیونیا رو دیدی؟ قمبرزاده بعد من اسباب کشی ها رو دیدی؟ یه دونه از خیلی معروفه، من نورت ونکوور هم اینجوری خب الان من اصلا اسمش یادم نیست. خب بذار فقط عکسش رو توصیف کنم. چی میخوای بگی بگو. یه دونه کلاه شاپو گذاشته مال زمان خیلی قدیمی، سیبیل مثل این پوارو هست اینطوری، بعد یه دستوزینه یه رخ اینا چی فکر میکنم؟ فکر میکنم کوله اینا قضیهش این چیه؟ جدی میگم مثلا بعد تابلو به تابلو باستاپ این پادکست ادامه پیدا کنه قطعا ما آینده خوبی نخواهیم داشت تو این شهر. آخه خب ببین شاید عدید خودش خوب باشه ولی عدید ما خیلی فانی. دیدم این سیبیله رو فکر کنم یارو رو سیبیله همه جا نشونش میدن. آخه باور کن اصلا یه وایبیه، من پای تلفن بودم. آقا لوله کشی تناز اسم دخترش مثلا گذاشته، بعد عکس بچه‌ش هم گذاشته. بس آقا مگه داریم فامیلی بیزنس اینا؟ وایبای فازای پنسیلوانیا مثلا بعد... اون موقع مثلا فرکینگ چی شده کجاست؟ آره همینجا خوابیده مثلا خونه فروشا که همه بلا استثناء عکس می‌زدن. آره آره اون ببین اونا که تو ریال استیت اونا دیگه مثلا برام عادی شد، من برام اونم عجیب. ولی ببین سوژه بگم تو ریال استیت یه خانومه هست خب که مادر دختر بابا بذار بگم دیگه بابا رایم بذار بگید چه رایم نگران رپیت اگه خب رپیوتیشن چی خب میشناسیم اگه آشنا هن اینا نه بابا نمیشناسه فقط تو اتوبوسا دیده خب همه میبینن آقا من آقا ما راجع به این آدم هم بعدم نمیگم من شخصا اینجوری هم که خیلی... استاپ به استاپ تو نورت ونکوور استاپ به استاپ جدی میگم هر استاپ دوتا ایرانی اینجا دوتا ایرانی اون بالا دوتا اینور همشون هم اصلا بایستانن. هزار مادر از اینا که من دارم میگم هست یعنی تماس بگیرید با ما چطوری واسدن بعضی هم اینطوری واسدن بعد نه دوتایی نه دوتایی چه هست من دیگه نیست راست میگم نه 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 جواب دیدیم پشتشون رو به هم میزنن یکی اینجوریه یکی اونجوریه وایسادن بعد ببین در حل مشکلات مودی حتما با ما تماس بگیرید بعد صدای فارسیشون رو من میشنوم آقا بعد ببین بعد انقدر یه ذره دهاتی فون تو بعد ببین یه ذره دهاتی نیستم من اصلا ادام نمیشه ولی واقعا دهاتی ام بعد فکر میکنم خیلی با کلاسن بعد اینستاگرام ببین اصلا سوژه است من باید بیام راه برم الان تو صحنه ادا شدم اصلا خداست بعد همش من تو کل این ویدیوهایی که ازش مثلا داشت تبلیغات میذاشت تو اینستاگرام فکر میکردم این کلاگیس گذاشته بعد دیدم اینش شبیه همه و فهمیدم مادر دخترن بعد اصلا دختره مثلا من جاش بودم یه پودر پروتئین همیشه بغل تختم داشتم که یه ذره وزن اضافه کنم لاغر از اون شما این فرصت حتی حالا ولش کن دیگه بنده خدا آره دیگه ولش کن دیگه به دیگه دارم بنده خدا جوستشون گیر نده دیگه بالاخره دست خودشون نیست آخه میدونم ولی خب آدم مثلا میخواد این مدلی را بره یه جوسه جذاب تری باید داشته باشه. چای ما آیستی شد خنک چای به خدا آیستی شد قشنگ آیستی شد این منتظر من نگاهش کنم ولی خدای اونو خیلی خفن بود منتظر نگاهش کنم اونو دیگه خیلی با خدا اینا چی هن مثلا یارو دیدی میگه دولچا عالیه that's prime time I love these این ویدئوهای ایرانی ها عالی یه سری اتفاقات ایرانی میفته فوق‌العاده است I love it ببین این لبا رو قلچه میکرد و این خط فک رو زده بود بابا خیلی دو آخه ببین پوتاکس اصلا من نمیم اینو باید چی کارش کنن اصلا اینو چجوری میتونی هر روز صبحاش نگاهش کنی مثلا من اصلا خودش هم نمیتونه خودش رو نگاه کنه فقط دوربین میگه اصلا که جیز کردنتون تموم شد نیست نیست خود حرف بزنیم آخه همه آدم ها راجع به اینا همینطوری فکر میکنن فکر میکنی فقط مایی خب موضوع جدیدتر جذابتر داری بریم رو اون دیس کنیم آره آره اینه که گفتم که فرهنگاشون همونطوریه جالبه یه چیز جالبه دیگه هم دیدم توشون برای بچه هاشون اونجایی که به صرفشونه فرهنگ ایرانی اونجایی که به صرفشون نیست کانادایی اصل قرار شد دیگه دیست نکنیم این حالا داره من شخصی دیست نمی کنم آخه من دارم این چیز کلی رو میگم خب بگو نمیگم فلانی که همه میشناسنش فلانه
خب آقا همه راجبش همینطوری فکر میکنه، حالا چون من میگم بده. I don't know. آقا بذار اینجا it's a free like it's fine. We can talk about anything. هر کیم خوشش نمیاد خوشش نیاد. آره مثلا دخترش داره ازدواج میکنه بعد به رسم رسوم ایران چیز میخوان. چی میگم بهش؟ بلدم نیست اسمشو. چرا؟ جایزیه نه چی چی؟ جایزیه چیه؟ جایزیه چیه؟ مهریه. Dude, I don't even know the difference. What's the difference? جایزیه مهریه یعنی که اساس بعد ازدواج اساس میاره. مهریه این که اگه طلاق گرفتن یه پولی باید بدن، درسته؟ آره. واو. حالا اینجا کسی نمیگیره. کانادا که این قانونا نداره ولی اینا میگن میگن دیگه. شیربها رو نمیدونم چیه. اینا نمیدونم. منم شیربها رو مثلا بعد به مادر بدن. ما به مادر خود زنه دیگه مادر شیر، مادر شیر داده دیگه بهای شیر. آقا ما به دخترتون بهای شیرشو میدیم، یعنی انگار دارن دختره رو میخرن قشنگ دیگه، پول شیرشو میدن پول فلان. آخه بعضی هم مثلا مهریه میگم. چرا آخه همیشه مهریه رو که نمیگن که همه پول بدن، بعضی یه شاخه گل روزه، یعنی اینم زور. حالا دیگه اونا تو کم پیدا میشه چنین چیزایی. این فرهنگای ایرانی که اصلا ولی حالا سر چیزای دیگه میشه که سمت برعکس میشه فوق کانادایی هم آخر کانادایی هم اینجا قانون فرق میکنه، اینجا کاناداست، اینجا باید این شکلی باشه. آره. اصلا همه چی عوض میشه یه دفعه 180 درجه میرزن این ور. آره جالب. نه برخوردی با اینجا آدم ها؟ من دیدمشون برخوردم. آره ببینیم مثلا اونقدر اینا رو انگار از ایران فریز کردم مثلا با ایدئولوژی مثلا 15 سال که چه از کنم مثلا 40 سال قبل هم اینطوری فکر نمی کنم. اینا نمیدونم از کدوم نقطه از ایران اومدم. اوه یه دونه من رفتم داشتم میرفتم راه میرفتم بریم برای اینجا بریم ببینی یه قهوه خونه ببین من داشتم رد میشدم یهو دیدم این دنبال جاب میگشتم دنبال داشتم میخواستم پلای کنم واسه چیزی دیدم اینجا یه جای دیدم ایرانیه همینجور رفتم تو ببینم چیه قضیه میخواستم ازش سوال کنم این کسی میشناسه اینجا چه جوری جاب سیچویشن چیه رفتم تو ببین یارو از تخت جمشید سنگ آورده بود با خودش تو قهوه خونش و وارد قهوه اونا چیزن اونا شبیهشن اصلا اون داستان نیستش که از توی تخت جمشید مگه میتونی چیزی برداری نمیدونم چی گفت داشت واسه من خالی بسته دیگه فهمیده میتونه اسکالت کنه اسکاتو گرفت اون نگفته که من از تخت جمشید آوردم شب من نفهمیدم راست میگم من یه چیزی دیده تو خودم توضیح که درست میکنن من بقیه رو دیس میکنم رایر من دیس میکنه دیدی چرخه ادامه داره ببین خیلی باب اکسپرینس عجیب غریب بود اسمش هم نمیاد چی ولی عکسش گرفتم گفت من جنگ رفتم قیافش نه گفت من دو تا جنگ انقدر داشت داستان برای من تعریف میکرد که اصلا ایرانی ها یکی پیتریارک ترین آدم ها مثلا آمریکایی ها مثلا اینجوری پرچم آمریکا رو میگیرن دستشون میگن پرچم آمریکا ایرانی ها همچین وایبای خیلی قدیمی هاشون همچین وایبای خیلی عجیب غریبی دارن مثلا همین برای خیلی عشق شاه ها و اینا شاهنشاه و اینا این وایبای اینجوری زیاد هست توشون خیلی هم تو کانادا همشون اکثریت همه جا هستن من جدیدن دوباره داشتم با بایک میرفتم این ور اونور دیدم هستش نمی جای نمیره اینو یه صدا بکن بینی صدا نکن هست هایزا صدا چیز پاشنش اینا من پاشن بعد آره چی داشتم گفتم گفتی که رفته بودم جاب اپلای کنم نه گفتی که گفتی این سری وایباشون همون شکلی هستش ایرانی ها آره منم خیلی اتفاقی از این داستان زیاد دیدم خودش ولی باشی دلم تنگ شده تابستون شه دلم واقعا تابستون میخواد دیگه خورشیده رو میخوام بیاد و دوچرخه و خب تابستون کوتاهه آره میخواستم همین رو بخواهم آقا بلکن دیگه انجام کافی رازی رو زد بازی تا اپسود اول حرف زدیم خدای من خیلی حرف زدم اپسود اول من به اپسود اول مثلا ادیت رو که کردیم یه بار دیدم اینجور بودم که برا من هر چی سوال از این پرسیدم نه نمیدونم نه چی نه چی دولچه دولچه تو کجا بودی پسر کی بودی دولچه اینا کجا گیر میاد آخه من نمیدونم اینا واقعا خاکیان اینا بعدا با بزنی چی میگه زیر خاکی مثلا نمیفهمم میفهمم ولی نمیفهمم اساس اولین بار شنیدم میگه زیر خاکیان it's funny for me دیدی سلاخ باله خب کیو الان چیز کنیم سیب کنیم وسط بزنیمش سیب کنیم نیاز داریم گستای بیشتر رو بیاریم مثلا بعد اینجا
دو نفر دیگه بود فکر می‌کنم. نه یه شبای چیزام بعد بزنیم پانتومیم و اجرا و موزیک و خیلی باحال میشه. پانتومیم میگم بخش پانتومیم. مافیا؟ مافیا من نمیدونم چه جوریه بازیش. وای خیلی باحال با تعداد باشیم. من مافیا زیاد نگاه کردم ولی فکر نکنم بتونم بازی کنم. ولی من بازی میکنم. خوبم بازی میکنم. جاسون شیا بعد چه اتفاقی بیفته؟ هر بازی کردم. من بازی نکردم. چه اتفاقی بیفته مافیا؟ مافیا هر چی دیگه، هر کی یه کارتی داره، یه گادی هم وسطه که خب همه میدونن. یه کاری میکنه. بعد دوزو پیدا کنی، پلیس پیدا کنی. نه دوزو پلیس نیست. ببین یه سری شهر، یه سری مافیا. شهر خب دیگه مسلمان میدونی که آدم خوبی هست. ماشینت هم میخوابونن وسط پلیس ها. نه دیگه ماشین رو نمیخوابونن ولی شاید. پلیس نداره، مافیا داره. دوز رو باید پیدا کنیم. دوز نداره دیگه میگم. مافیاست. مافیا آدم بد است. خیلی ببین همین دسته تیمه مثلا حسنسن. کوتاه مدت. این خیلی ببین انقدر پیچ بازی سن آدم از ریالیتی میاره بیرون که من هیچ وقت باسه یه بازی انقدر نمیتونم بشنم فکر کنم که مثلا چی کار کنم و اینا. رایان مثل که بچه ما نیست و لطفا پیجش کن. من میرم میگرم. تو میرم میگردی؟ من میرم پیجش کن. خب برو. خب هستش. حالا من همین بغل تو حیات اینا. میگم که عزیزم هستش، مواظب باش. خدای سقوط کابل ها. یه بوس بده بره. نه اگه این کار کنم میاد بالا. اینی بابا میدید چی جاش خالیه واقعا؟ چی؟ رایان راست کفیه نه آبجا جاش خالیه. نه اصلا اصلا این چیزا به خدا بزنیم اصلا رو میای ما. ببین بودا حداقل حرفا که میزنی این ثابت بشه. نه شوخ جوک جام چیز کارش نیست فانی. همه رو بو کردی ازم تموم شد راحت شدی. کوکو کجای کوکو؟ نه همینجاست دیگه. سلام بی اینجا کوکو عشق منه. نینی هم با من خوب شده دیگه. سلام چه داری؟ کوکو بیا اینجا دور می سلام کن. اینجا آفرین. دوربین نگاه. بیا جلو، بیا جلوتر. دوربین نگاه. پسر، پسر. بخوابم. اینا داستان اینا رو یه ذره بگین. چند تا بچه آوردن؟ 8 تا. 8 تا بچه داشتن ها؟ آره دیگه 8 تا بود، بعد یکیش مرده به دنیا اومد دیگه. اوه دس فاکت اپ. سوری. بعد 7 تا. حاجی 6 تا زایید دیگه نگم. بعد از اینکه زایید اعصابش به نظر من عصبی تر شد. مادره؟ آه. خب دیگه هورمونیه دیگه واقعا. اصلا نگاه از پشت هم نگاهش میکنه اصلا خوف میگرتش. ببین من حدس میزدم این اون شب بیا اخ مثلا بخواد تو اون روزا حدس میزدم. رفتم ویدیو نگاه کردم ببینم چی میزدی؟ که این بخواد حدس حامل است چون ما نمیدونیم حامل است. آره چون نمیدونم حتی با یاسی در میون بذارم چون که این حامل است. آره یاسی تمامینو زده بود. نه هشت تا طوله داشت بالاخره شکمش رو باد میکرد دیگه. باد کرده بود آره. ولی ما چون هر روز میدیدیمش نمیفهمیدیم. هر روز نمیدیدیم. هر روز میدیدیمش نمیفهمیدیم. آه ایسی. فقط یه سری ویدیو دیدم که چطوری بعد از این بچه‌ها تکر کنی وقتی میان به دنیا میان. تو توی یه کیسه آبندیه بعد مادر خودش این کیسه رو پاره میکنه و تمیزش رو میکنه. بعد میومد بیرون کیسه ها ساعت 3 صبح. خب این کیسه ها میومد بیرون این پالش نمیکرد. بلد نبود. بلد نبود یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها که تو کیسه آب میومدن خب. بیرون این پاره نمیکرد کیسه آب رو. خب چیکار میکردش؟ بچه‌ها من با دست پاره میکردم. پاره میکردم بعد پاکشون میکردم میدادم جلوه این که این ببینه لیسش بزنه بعد میذاشتم زیر سینه نینی. واو. من 8 تا بچه رو اینطوری 7 تا بچه رو اینطوری تا ساعت 9 صبح داشتم به دنیا میوردم. واو. ماما شده بودم. That's crazy man. Holy shit. خیلی سخت بود. یکیشون مرده به دنیا اومد. آه بهش هیچ تکون نمیخورد. نه هر کاری کردم درد نمیزد. احیا نشد ولی اونا رو نجات دادم. میدونن الان درجه بچه هاش حرف میزن اینا شاید. آره قشنگ حس کرد بابا سگا حیونا خیلی باوشن. یه شبای شیر نمیداد به بچه هاش بعد همونی که دراز کشید دست پاشو میگرفتم سورش میدادم میادم سمت بچه ها. آره میگم فلم کنیم. بچه هاش همون بزرگ شدن ها. آره یه گروه داریم تو واتساپ بعد با اونایی که این بچه ها دستشون رو در ارتباطیم. That's cute. فقط اگه یکی دوتاشون خبر نداریم هنوز. آره یکیشون هم وسط خیابون شناختم. چهارا. آره سعدی زدیم بغل پیاده شدیم. گفتم اینه ها بودو 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 بودو. اسکارلت بود. آره. و اینا بچه های خودشون هم میشناسن دیگه درسته؟ آره میشناسن. بچه هاشون بیشتر اینا رو میشناسن.
یه بارم به خاطر دو تا از این بچه‌ها رفتیم ونکوور آیلند چون اونجا هن دو تاشون رفتیم قرار گوشیم با صاحبشون رفتیم اینا رو هم بردیم هم دیگر رو دیدن. That's great man. خیلی باحال بود. سگا واقعا they're so beautiful. سگا و اسبا مخصوصا اسب و سگ حیوانات خیلی خفنی هن. آره دیگه تجربه بسیار خوبی بود ولی من خیلی دوست داشتم. خیلی سخت. آره سخته بعد طوله های بچه مثلا سگ بیاد واقعا خیلی سخته بعد طوله های بچه ها رو بدی به یکی دیگه. اصلا من خیلی حیوان دوست داشتم بچه که بودم مثلا عشق من هنوزم که دوست دارم حیوان دوست دارم یعنی لک بچه که بودم ازشون واقعا اصلا هیچ خیلی افتضاح. مامان بابای من این خرگوش داشتیم به من گفتن که این خرش دارین خرگوشه چیکار کردن نمیدونم با خرگوشا هنوز که نمیدونم ولی الان که الان میفهمم چیکار کردن. یه کاری با خرگوشه کردن گفتم فرستادیمش دشت خرگوش ها مثلا با مردم بودم مرده بوده فکر کنم مرده بوده برگشت شدم من گفتم که بانی رفت دشت خرگوش ها داستان و یه بار همستر رو من مرد داستان انقدر گریه که چی میگن فارسیش میگه وق میزنی ور میزن ار زدم یعنی قشنگ بچه دو ساله چرا مردی قشنگ خیلی حساس بودم و من میمرد قشنگ مثلا مرد چند سال 3 سال 4 سال داشتم دیگه پیر شد مردی که کلا همستر همینقدر بیشتر زنده نمونده بعد دوباره یکی دیگه میگرفتم من حتی دانشجو هم که بودم راه مسلم سر میرفت این نیست تنهایی داستانه بعد یه دنه همستر همیشه میگرفتم میذاشتم بغل آکواریوم مثلا یه حس دیگه حس تنهایی نمیکنه تو خونه یکی باهاته اون داستان خیلی داستان عجیب بود و دو تا شدن همستره بچه آورد از اون یکی بابایه داشت بچه ها رو میخورد یه روز بعدش همینه چی میگم؟ چرا؟ عجیب غریزه شونه یا؟ همستری یه ذره داستانن یعنی بابایه داشت بعد دعوا شده بود مامان بابایه قشنگ یکی سی وات کنان این مامانه بچه ها رو میبرد یه جا که قایم کنه این بابایه پسره خیلی پر رو بود بکنم به حسادت میکرد اصلا گاز اصلا این داستان داشتن دیگه من اینو نمیخواستم جداش میاد جداش میاد همستر اصلا اینجوری هستن آخه همدیگه رو میخورن حیوانات میست که پدر بیشتر تیکر میکنه با بچه‌ها پدر تیکر نمیکرد پدره داشت میخورد خورد حتی یکیش هم خورده و من اینجوری بودم که ببین یکیش خورده بود بچه رو آره بابا اصلا خیلی داستان بود اصلا من جامعه و من یه موقعی بود که من متسکولم جاپات کردم و قشنگ داشتم میرفتم و میرفتم آلمان پیش مامان بابام خونه رو بعد تحویل میدادم حالا توی نیری بیری من دانشگاه رو دراپ کردم با بابایی دارم دیل میکنم همه سر مرده داره بچه ها رو میخورم وارم با شما هم الان من چجوری دیل بکنم و من میخواستم همه سر رو بدم یکی دوستان بارتندر بود اینجا الکس گفت لیسن I do not take care of a baby eater. گفت بعد میدونی چی شد بعد وای رای نمیدونم این اصلا بعد بگم تو پادکست یا نه بعد من بده. اینجوری بودم که من جا نداشتم این چیز کنم گفتم آقا این بابای دهنه داره بچه ها رو میخوره مامانه هم داره میزنه literally abuse داره این آدم یه abusive یعنی اگه آدم بود کشتش انداختمش گفتم برو نکشتمش گذاشتمش تو پارکی جایی گفتم go live your life بعد اومدم بالا آخه رنگشون هم یکی بود اومدم بالا حالا ببینم چی شد مادره رو گذاشته بودم بابای مونده بود به همه بچه ها رو خورد dude it was a traumatic ببین بفکر کنم من دارم شهرم میرم بعد خیلی داستان خنده دود اصلا بهت دارم که خیلی یعنی واقعا نفهم کپی هم بودن من نفهمیدم من الان نمیتونم شب بخوابم اه مامانه رو بعد برام جار اصلا نمیدونم چه جوری نفهمیدم اصلا ببین خیلی قرقاتی بود دیگه نمیفهمیدم اومدم کردم این کار رو اومدم گفتم dude he's fucking eating the kids fuck off میدید چون گرم like dude what are you doing خب چرا به دوستات ندادی یکیشون میدادی به اونا مثلا اون یکی هم میدادی بابا من داشتم 2 روز دیگه 3 روز دیگه میرفتم چمدون پک کن سل کن این که هی من میومدم 5 دقیقه تو خونه بودم خب میدم. بچه و مادره رو میبردی اونو میدادی من میخواستم بدمش به الکس دیگه الکس که من اینو تیک کر نمی کنم بچه ها رو داره میخوره I don't take care of a baby eater چی شد این نمی هیچکی نمیخواست اینو بعد من فکر اومدم تو خونه همجور چیل بودم دیدم این داره بچه ها رو میخوره بعد دیدم آه این اینه دیدم این اینه اون بود بعد ببین اصلا من دپرس شده بودم اصلا نمیستم چی کار کنم به هیچ کم نمیستم چی بگم اصلا داستان رفتی پارک دنبالش؟ رفتم بیرون نبود حتی فکر من گرم فایند اصلا نبود همستوری دیدی که بذاریش کجا میخوام پیداش کنم
یه نه بعد به الکس دادمش اینو، بعد بعدم بهش گفتم که کجایه، گفت ببین این از قفسش در اومد رفت، مثلا نمیدونم کجایه. خیلی سگ بود این همستره، یعنی مادره رو من انداختم دور، بچه ها رو خورد، آخرم دادم به الکس، از قفسش هم در اومده بود تو خونه، اونم دیگه پیدا نشد. تو خونه بوده؟ قفسش آکواریوم نبود، ولی خب عاقبت به خیر نشد در کل. کلا اون خانواده به چخ رفت. اصلا این داستانی، من خیلی دپرس بودم سر این قضیه. خب موضوع رو عوض کن. آره. موضوع خیلی جدی شده، بریم تو کار چیز فان. آره ببین یه سوالی میپرسم. بفرمایید. در تو با این پسر دختره کانادایی که میرن بیرون، میرن بیرون خب، و هر کی پول خودش حساب میکنه خب، که ما تو فرهنگم اصلا این چنین چیزی وجود نداره، پسره باید حتما جلو باشه، درسته؟ یاسی هم تایید میکنه. خب من میخوام تو چی میگی؟ نظر تو چیه؟ من کاملا پای این قضیه ام. که چی؟ کدومش بهتره؟ ببین اگه if you're going on a date، من خودم من حالا که الان مثلا like الان که حالا نه it's been like 6 7 years I've been working on my own، مثلا من خودم سپندر خیلی خوبی هم باشد، مثلا تو رابطه موقعی که بابام بود و مثلا فاینانشیلی کیه؟ سوری بابا که بود اینجوری بود، هیچ وقت من نمیذاشتم که مثلا دوست دخترم خرج کنن. خب خوبه مثلا باز این که ولی, ولی دوست دخترم همیشه اونایی که با هم بودن خرج خودشونو، حتی یعنی مثلا ممکن بود من یه بار دوباره این کار بکنم، از اونجا به بعد دیگه خرج خودشونو خودشون میدادن، منم خرج خود. حالا میشد اینجا من یه ذره این مینی بالانس بود، هیچ وقت اینجوری نبود که راجع بهش صحبت بشه و اینجوری بشه، یعنی من اون گولد دیگر تایپی مثلا من تا حالا دیل نکردم، میدونی که اصلا پول اونقدر داستان باشه قضیه. ولی ببین یه چیز میوچوال باشه دیگه نظر من، یعنی یه روز تو میدی یه روز اون میده، یه روز تو میدی چند بار اون میده، میدونی چی میگم؟ دوباره تو هی داری میدی، like that's it دیگه، یه چیز بالانس باشه دیگه، کاملا یه چیز بالانسی باشه، نه اینکه مثلا یکی داره اون. من فکر کنم اینجوری کاملا چیزی، حالا مثلا یه فازی هست که مرد من میگن دامیننت باشه توی قضیه مالی، من خودم اینجوری هم دوست دارم اینجوری باشه، ولی خب you know sometimes you're not be able to، اینش میگم. ولی این چیز رابطه شعریه خیلی باحال تره، من اینو خیلی بیشتر هستم. تو چی؟ که دختر ها کلن که نمال یه شوگر دادی هستن، مثل این که تایی شوگر دادی. چرا شوگر دادی دار؟ چون شوگر دادی خرج میکنه، میگی شوگر دادی. من نمیدونم شوگر دادی اصلا یعنی چی، نمیدونی یعنی چی شوگر دادی. یه دادیه که پول خرج میکنه دیگه، نه یه دادیه که سنش زیاده و پول خرج میکنه، پول داره و پول خرج میکنه، میگن شوگر دادی، برای همین داد شیرینیه. خب همون دیگه، همون دیگه داد شکری. نظر تو ببین، این که بالانس باشه قبول دارم، ولی به نظر من بیشتر باید پسر این کار. نه من بیشتر بیشتر باید پسر این کار بکنم. شور آره بیشتر که پسر بودی همینجا فکر می‌کنم 100 درصد. به خاطر اینکه غرورم برمیخوره بهش. احساس می‌کنم که در مقابل اون دختره انگار کم آوردم وقتی داره کار می‌کنه. آدم خوبه یا دوست دختر نگیره، یا اگه دوست دختر میگیره بتونه، دقیقا من نمیتونه خب yeah. غلط میکنه دوست دختر میگیره. That's true، من اینو قبول دارم. نه درست چون بگرنه این حسو اگه بخواد اون دختره بگیره خب میره با یکی دیگه. I know راست میگه، I believe in that. میره مثلا چون من میره میبینه دوستش با یه پسری دوسته که همش دستش تو جیبشه و خیلی آدم لارجیه، چون لارج بودن توی پسرها برای دخترها از قیافه و اینا خیلی مهمتره براشون، یعنی یارو بفهمه دست به جیبه خیلی براش جذابتره تا اینکه بگه که مثلا چقدر قیافش خوبه. اصلا اون مردونه بودنه میزنه بالا برای بعضی هم میزنه متفاوتن، ولی من خودم شخصا میدونم، من خودم تو رابطه مدت نمیرفتم وقتی که فاینانشلی اینجوری نبودم که نمیتونستم سپند کنم اونقدر، میدونی چی میگم، اونقدر نمیتونستم خرج کنم، من دوست دارم که خرج کنم، من نمیتونستم اینجوری که من دوست ندارم، چون حس بدی به دختر میده، حس بدی به خود پسرم میده، به خود پسرم میده. That's the thing. بسیار عالی، خوب حرف زدیم ها، خوبه، خیلی خیلی موفق باشید دوستان. حالا من چه جوری ام نظر... دست و دلبازم نیستم. تو اول نظرتو بگو تا من نظر تا من به تو بگم. من خودم آخه نمیتونم مثلا منتظر باشم یه دختر برام چیزی بگیره، خداییش نمیتونم. حالا اگه اشتباه میگم تو بگو دیگه، تاییدش کن یا ردش کن. نمیتونی منتظر باشی یه دختر برای چیز بگیره؟
نه مثلا من ما رابطم که شروع شده بود تو یادت که مثلا من بخوام باستم تو بری چیز حساب کنی؟ نه اصلا اینطوری نیست. الان که خب شغلمون با هم گره خورده خب یه سری چیزا اصلا دوز بزنس می داریم، آره کار میکنیم، می داریم خرید میکنیم، ولی ببین من فکر نمی‌کنم هیچ پسری منتظر باشه هیچ وقت دختری به راش پی کنه. چرا هست؟ جدی؟ آره that's fucked up. I mean like آره هست. اگه پی نمی‌کنی منتظر نباش که دختری به راش پی کنه. زیادم پسرا. نینی بیا ولی بینچه اونو ولش کن. من میگم رو پولو دقیقاً پول یه داستانیه، من روش حساسم. دقیقاً چیزی که میگی تجربه که میکنی اونو دیگه نمیتونی بعد یه حس بدی به دختر میده. بعد معمولا این اتفاق معمولا واسه دخترهایی میفته که خیلی وضع مالیشون خوبه و وقتی دختر وضع مالیش خوبه و آدم لارجی میشه دقیقا انگار جاشون با هم عوض میشه و معمولا همچین پسرهایی گیره اینا میاد، یعنی پسرهایی که دختره خرج میکنه. الان میگه مثل که تو ایران اینطوریه دخترها بعد خرج پسرها. خورما رو بده من. ببین عالی I just I'm دیروز میشیش بردین با بردین امی من خوندم پنجشنبه سه صلوات هم بفرست. Bro I just read about this. میگن سه تا اگه در هفته داشته باشی سه تا در روز به مدت یک هفته. Sorry اینجوری باید میوفتم. It's the best antioxidant thing. Oh it's good for your heart, it's good for your digestion. دیگه من اینجورم که شور خورما بخورید. خرشها روزی 20 تا پکت میخورم. آره من چون رابطم پولی یه ذره با بابام بفکر اصلا من رابطم با بابام سر پول یه ذره خوب چیز شد دیگه. یارو فکر کنم من کلا برای پول میخوامش. It wasn't like that bro. ولی خب خودم گذاشتم جای طرف گفتم اینجور بودم که ببین خودم رو نگاه کنم، مثلا من برمیگردم خودم رو نگاه کنم مثلا تایم تینیجر هم و مثلا اونا was a spoiled little shit bro و خدا I fucking hate that kid. اصلا خودم برم یه من خود خشیار مثلا 16-17 سالم که مثلا تا 22-23 بود متنفرم، برمیگردم میبینم کی بودم حالا بد میشه. اصلا یعنی اصلا ارزی سری ارزش ها رو نداشتم، الان دارم، الان برام خیلی برام مهمه این چیزا. چی باعث شد بفهمی اینا رو؟ کار working کار کردن مستقل بودن نه مستقل شدن نه کار کردن. من بابام نمیذاشت برم سر کار، من میخواستم برم سر کار. مثلا من میدونم چرا؟ میدونم چرا ولی خب بگم چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مستقل میشدی بخوام خیلی عامیانه بگم حرفی داشتی دیگه، زبونت قشنگ دراز بود میشه بابات، ولی بابات اینو نمیخواست. بابات دوست نداشت مستقل باشی. چرا؟ چون دیگه حرفی نمیتونست بهت بزنه. نه این چیزی که گفتی ممکن واسه یه سری باشه، کسی تانو اینجوری نگفت. من داشتم اینجوری میدیدمش گفتم شاید اینجوریه. چی میگی ها؟ ولی واسه نمیدونم منظور چیه. سناریوی من اینجوری بود. مثلا من به بابام گفتم بگو رایم بگو ببینم چی می‌خوای. نه می‌خواستم بگم تو کیس تو میدونم که اینطوری نیست. چون پسره میگی اینطوری نیست؟ نه چون تعریف کرد بود برام. نمیدونم حالا واسه تو چی گفتم. یه چیزی کوچیکی گفته بود یه سری برام تعریف کرد. نه مثلا من می‌خواستم برم واقف کار کنم. مثلا من 16 سالم بود. واقف چه؟ واقف ساس فروشی بود سر تخت آبوس. واقف ساس فروشی خیلی خفنه. یاماها و برند فرناندز داشتن، استگ داشتن. دوستای منم اونجا بودم. من میرفتم کلاس موسیقی تفریحانه. اصلا من هر شنبه اونجا بودم. میرفتم پیش به اینا هنگ اوت می‌کردم. آقا مثلا مهرجو که اونجا کار می‌کرد گفت بیا می‌خوام اینجا کار کن. بیا پارت تایم اینجا کار کن. من از خودم بود کت شلوار بدنتون می‌پوشیدم می‌رفتم سر کار. اون بی دی دریم می‌دونم خیلی حال میداد. بری سر کار پول در بیاری، پول خودتو در بیاری، حال کنی. می‌دونی من خیلی دوست داشتم برم سر کار. اسپشیالی بابای من نذاشت، نمی‌ذاشت. می‌خوای بری چیکار کنی؟ با این آدما می‌خوای بری چیکار کنی؟ اصلا بابای من یه چیزی داره. این آدما اون آدما. یارو اصلا یه کانسپتای چیزی داره دیگه خیلی. خب اونم اونجوریه دیگه، استایلش اونجوری بود دیگه. بعد نه به اون نه به این که یهو یا اتسون پون یهو ول کرد کلا. ولی بلیمش هم نمی‌کنم که اتسون پون یهو ول کرد. من زیاد آدم جالبی هم نبودم. من چی میگم؟ یعنی شاید احساس می‌کرده اجتماع برات خطرناکه یا خب همین تو آماده رفتن تو اجتماع نیست. حالا فکر کن آماده رفتن تو اجتماع نیستی تو اون سن مثلا واقع پیش پدر مادرت. این اشتباهه رایان. من اگه میدونستم خیلی چیزا رو که میدونستم در اون سن
خیلی تصمیمایی که گرفتم و شاید من تو یه تایمی تو زندگیم تو یه سنی تو رویا زندگی کردم واقعیتشه نینی، و این رویا بعد در یه سنی زودتر تموم بشه. مثلا بچهای کانادایی در سن 17 سالگی 18 سالگی این رویا براشون تموم میشه، تا 23 سالگی ندارن اینو، 22 سالگی چشمون یهو وا نمیشه. مثلا این چیزایی که من تو 22 سالگی فهمیدم و یارو تو 16 سالگی میفهمه، تو 15 سالگی میفهمه. تو ایران بری هنوز هم ممکنه نفهمه، یارو تو 30 سالگی ممکنه حتی نفهمه. چرا؟ فرهنگمونه، استایلشه. ببین چی میگم، اینو من نیستم، این چیز فرهنگی رو تو ایران که اینجوری بار بیارم بچه‌ها رو نبودم، از اولش نیستم، ولی خودم اینجوری بزرگ شدم و اصلا ریسپکت ندارم واسه این قضیه، چون حس میکنم عقب افتادم. نمی‌حس نمی‌کنم به نفعم بوده که مثلا من تو کار نکردم مثلا تو واقف. میشم میگم اوکی، من 23 سالگی اومدم تو تورنتو رفتم فرش کار کردم اون وقت. بالاخره at some point you got to get a job bro, you know, you got to be in the system, understand کنی چی قضیه. مثلا میشم میگم حالا میگم این یه ذره، ولی میگم یارو بلیم نمی کنم دیگه، پولی فکر کرد مثلا من پولی بود وقتی که پول نه at some point من نگاه کردم دیدم حسی که اون کرد، اون حس کرد که خب آقا این کلن فکر رابطه اینجوری نبود اصلا. میدونی چی میگم؟ ولی اینجوری شده بود، یعنی از بیرون اگه نگاه میکردی اینجوری بود که او آره شاید اینجوری شده. ولی برا من آدم حسی که پدر و پسر یه حسی نسبت به همدیگه دارن که هیچ جایی این حس وجود نداره واقعا. من پدرم یه جوری دوست دارم، مثلا نمیتونم توضیح بدم واسه کسی که چه حسیه. میدونی؟ مثلا بین پدر و پسر ها، من مادرم هم دوست دارم، همه رو دوست دارم، ولی پدر و پسر یه رابطه عجیب غریبیه. من مثلا فیلم عد اسرا رو من خیلی دوست دارم، کانسپتش رو خیلی درست، یعنی یه رابطه‌ای بین این دو نفر وجود داره که با تمام داستانایی که داره بهشون اتفاق میفته، تمام تفاوت ها، تمام دردا، تمام تصمیمات اشتباه برای هم دیگه، at some point طرف تصمیم گرفته تمام قوانین رو بشکنه بره یه گالکسی دیگه که فقط باباشو ببینه دوباره. نیما هستم به بابام اینجوری بود، یعنی من at some point اینجوری شدم، گفتم fuck it, I don't give a shit, I just wanna میخوام با یارو بتونم حرف بزنم دوباره، بتونم من بتونم بهش بگم سلام، اونم به من بگه سلام. چی میگم؟ این 4 سال من نمیدونستم اینو چجوری به اینجا برسونمش. چه عجیب، 4 سال نمیدونستم چجوری به اینجا برسونمش. بابا من دهن از یعنی این و خیلی من اذیت کرد، یعنی من اگه حتی پدرمو داشتم پیشم فقط در حد این که فقط میتونستم باش حرف بزنم، خیلی از اتفاقاتی که برام افتاد نمیافتاد. اینو میدونم، اینو مطمئنم که اگه این آدم بود یه سری تصمیمایی که اگه گرفتم اگه بود میتونستم باش مشورت کنم نمیگرفتم و زندگیم یه چیز دیگه میشد. ولی من از زندگیم کاملا 100% راضی ام، من خیلی خوشحالم از این سیچویشن که هستم. یعنی it's going where it's going bro, it's going where it's going, you know. خیلی خوبه، اوپت راضی ام. نه من شروع کنم شروع میشه، نمیخوام شروع بشه. بعد یه داستانی پدری که یا مادری که مثلا اینقدر حساس روی بچهش، بعد وقتی بچه رو میخواد تنها بفرسته مهاجرت کنه، چطور اونجا اینقدر اوپن مایند میشن؟ اوپن مایند نمیشن، زوری سعی میکنن به خودشون بقبولن. من اینطوری فکر کنم. چطوری؟ میخواد ببین میاد دلایلی سر کوچه دیروز نمیتونسته بره، دلایلی رو برای خودشون میارن، براش تیکت میخرن میفسنش یه کشوری، دلایلی برای خودشون برا میارن که بتونه توجیهشون کنه حداقل. نه آرزو ببین به آرزو خودشون اونا رسیده بودن در اون تایم. ببین من بچه بودم، من میخواستم خیلی کارا رو انجام بدم، مثلا میگرفتم میرفتم سر کار کار میکردم، میرفتم یه دو بار واقف دو تا پیچک پیرول میگرفتم، دهن منو باسه میمد دو بار داد میزد سرم، دو ما میرفتم اینجوری میکردم، میگفتم fuck this. من چی میگم؟ فقط در از دوما می اومدم میگفتم fuck this, what the fuck is this. میدونی چی میگم؟ من این تجربه رو نداشتم، همش پروبال من گرفتن او good boy good boy. این چیز جالبی نیست، اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست، نه به این، نه اینکه یو ات سمپن بگی آره. fuck off you know. یه بالانسی بعد این وسط می بود دیگه. میدونی چی میگم؟ این فرهنگمون یه ضعف، اونا رو بلیم نمی کنم، فرهنگمون یه ذره جوری بود که نمیتونست چیز کنه. بعد مثلا تو ایران یه جوری بود، این مادر پدر من کنه یه جوری بودن که ایران اصلا چی کار میخوای بکنی، هیچ اینجا وجود نداره. اصلا ایران برای من، برای خانواده من جوری بود که تموم شده است، اصلا اینجا ما زندگی نمی کنیم و بریم. ایران خب جای حالا کانفلیکت بود دیگه، مثلا من بابام با مامانم خیلی دوستش، بابام هم دوستش بره، ولی خب این بالانس هی میریخ به هم،
هی میریخ به همون، میخواست بره اون، میخواد بمونه اون، میخواست بره اون، میخواد بمونه. بعد محیط خیلی تاثیر میذاره دیگه، با آدمایی که کار میکنی خیلی تاثیر میذاره. مثلا پدرم هم یارو آدم خیلی خفنیه، عقایدش خیلی فرق داره با تمام آدمایی که داره کار میکنه، ولی تو اون جامعه داری کار میکنی نمیتونی خیلی هم خودت. ایران خیلی سخته لعنتی، تو خون تو خیابون یکی دیگه بابا ما اینجا واقعا نمیفهمیم. من بهش فکر میکنم یادم میاد تو خیابون تو ایران میخوای منم را بریم، تو خیابون یکی دیگه باشی، اون لحظه اون یکی نگات میکنه یکی دیگه باشی، ما اینجا میری تو خیابون هم رسن تو گیو ا فاک برای نیادست میشونی هم خودتی و خودتی، اصلا چیکار داری کی به کی؟ اونجا همش داری انگولک میشی، داری همش بهت فشار میاد، نمیدونی خودت که چجوری میخوای اصلا تصمیمای درست برای خودت و خانواده‌ات و میدونی اذیت میشی دیگه، میدونی تاثیرگذار میشی. یعنی تو خودت هم حتی اگه یه شخصیت اینجوری داشته باشی نمیتونی با زنت یه رابطه درستی داشته باشی، به خاطر اینکه جامعه فاکت اپ هستن عقاید یعنی جوریه که 10 تا آدم اینجوری وقتی میری کار میکنی نمیتونی بیای خونه مثلا زنت مثلا میخواد لباس حتی اینجوری بپوشه، ممکن اینجوری که با مثلا با لباس زنت ممکن حتی مشکل پیدا کنیم، آقا این خیلی لباست بازه، این اینجوری اون اینجوری، بخاطر اینکه ما داریم میریم اینجا اینا اینجان، این جور آدم ها اینجان، مثلا این چیزایی که ما الان اصلا نمیبینیم اصلا نداریم، بخاطر اینکه محیط تاثیر میذاره، محیط خرابش میکنه. اونجا داستان دیگه، ولی مثلا میفرسته یارو رو مثلا بره درس بخونه در این چیزی که گفتی، خب این چیز خیلی عجیب غریبی دیگه. دقیقاً طرف با میشه مثلا من 17 سالگی فرسته برم مجارستان، میشه میگم 17 سالگی and I was a rebel. میگم یه بار من دوز رفتم خونه دوست دخترم، باباش اومد تو من رفتم کورت اسلامی. قایم نشدی؟ باباش اومد تو، باور کن هیچ کاری هم نمی‌کنه. مثلا انقدر بچه بودم نمی‌دونستم قضیه چیه. That's a fucking story bro. یعنی چی تو کجا بودی در من تو اتاق دختره بودم. تو خونه دختره. دوست دخترم بابای نمیدونم چی بود، پرواز داشت و یه جایی بعد میرفت. خب معمولا برمیگردم. کنسل شد، اومد، درم باز بود. تازه فکر کن یکی از دوستام هم دیده بودم. آرش گل سرخ دیده بودم، تو حال بود. بابای که اومد، کلیدی که انداخ، اومد تو اتاق، ما هیچ خروشی هیچ کاری نکردیم. 45 دقیقه داشتیم فهمیدیم دیگه کیس می‌کردیم. انقدر بچه بودیم، هیچ کاری نکردیم. Thank God. بابایی که اومد تو این پسر من گفت خشار باباش اومد، من شما میگم چی فاک آف من وری سینگ خشار باباش. ببین یارو اومد، یعنی من اون لحظه فکر کردم تو خوابم یا خدا. بابای اومد ریش قشنگ اینایی که اسلامی طوری هم بود دیگه، دخترش لباس نداره، منم لباس آف دولتی دقیقاً. یارو از این دولت کجا اندیشه 6 و 5 وای شلوار کرپ مثلا وای. ببین اون پاکستانی، ببین اصلا اون یه اکسپریانسی بود، منو وازم کرد. چی گفت ماتو؟ زد زیر گوشم، من زیر دستش در رفتم، اونو گرفت داشت میزنم، من که کاری نکردم، اونو داشت میزنم. من رفتم تو حال، گیتار منو که زد شیکون، گیتارت هم باید بود بخاطر اینکه کلاس موسیقی همون پایین بود. من اینو کلاس موسیقی شناخته بودم، گیتارمو زد شیکون، اومدم به دوست پسر خواهرم زنگ زدم، نیو گفتم نیو اینجوری شده پاشو بیا فاک من، this is a very fucked up situation bro. بابای دخترم اومد تو، بعد سر بود لباس ما رو پرت کرد، بعد یارو میخواست منو بکشه، رفت چاقو بردار. اصلا این وضع بابا میخواست منو بکشه. ایران تصور کن مثلا 15 12 مثلا نمیدونم چند سال بود، دومم دبیرستان بودم فکر کنم، میشه چند سالت میشه 16 15 14 سال. بعد چه بود فاکینگ کیدز برو. خیلی داستان بود، من بیرون واقعا این زنگ زدم گفتم بابا بابای اومده منو بدون لباسی دختر. تو چطوری بردتت کورت؟ زنگ زد فرست شکایت کرد و بابام فهمید. ببین اصلا اینا رو به کنار، بابام که فهمید این قضیه رو، بابای خود از کورت بدتر شد. بابا من بابام خب همیشه میدونی یه داست وایبی بود با این آدم دیگه، میدونی شما خیلی استریکت، آدم خیلی استریکتیه. ببین بابام که من فهمیدم یارو زنگ زد خونه، مامانم که گفت من کار ندارم، به بابات بگو، خودت بابات خودتی و خودتی و بابات. با تلفنم بود وقتی یارو بابای زنگ زد خونه، فریده باباش زنگ زد به پدره، باباش زنگ زد به خونهمون، از آموزشگاه یه جوری شمارهمون رو گرفته و زنگ زد، چون آدرسشون آدرس خونه ما رو میخواد که بتونه شکایت کنه، بدون آدرس نمیتونی مثلا که شکایت کنی. کی گوشی رو برداشت؟ مامانم. من خودم گوشی رو برداشتم، دو تا خط داشتیم، مامانم پای تلفن با خواهرش بود، توسکا هم میدونست گیتار. آقای مامان بابای من اصلا هر کی سر کار خوش بینه میگن خشیر نمیدونی کفش میاد خون. اون شب ما شنبه ها مهمونی میگرفتیم، آقا بابام نبینه اینه میدونم، این رازای دیپ تینیجری داره اکسپلین میشه. هر شنبه آقا ما مهمونی میگرفتیم با بچه ها جمع میشدیم خونه، اینا شیفت هاشون اینجوری بود که جفتشون کار میکردن بیمارستان، اون تو بیمارستان بود اونم تو جفتشون میرفتن،
و اون شب خالی بود دیگه، ما مهمونی بچه جمع میشیم اونم حال میگردیم دیگه، مشروب میخوردیم حرف میزنیم تاک میکردیم. آقا شنبه ها اینجوری بودی، کلا شنبه ها من کلاس موسیقی داشتم، میرفتم کلاس موسیقی حال میکردیم کافم، شبم پارتی میکردیم. این شنبه های بوز لایک دو دوره شنبه میشد، یک شنبه من داون دپرس، دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه شنبه اصلا اینجوری بود کانسپت. بعد چیزاشم گفتم بابا هم، بابای شماره رو گرفت زنگ زد به خط، مامانم من پای تلفن با خواهرش، داستان خیلی داغونه ولی فانه. ببین الان فانه، وقتی من تو شهر واقعا استرس زیاده، امتحانای من بود، مامان منم امتحانای من بود، مامان من فکر کنم اینجوری که خشور تو میخوای چیکار، میخوای فکر کنم میخوای اینا بشی که تشدیدی، چی میگه تجدیدی بود، تجدیدی بیاری و چی کار میخوای بکنی خشور، چی کار میخوای بکنی با این زندگی، ما نمیدونم این زندگی چی بودی در انقدر داستان. اینم بغله خدا شکر. خب زنگ زد مامان داشت با آخرت، آره آره بعد زنگ زد و توسکا میدونستی که توسکا میشه خواهر من با خواهرم خیلی سنگ بودم، همه چی هم دیگر رو میدونستیم، یعنی اون میدونست من رفتم اینجا، یعنی اون شبم که رفتیم کافه و من رفتم کافه همه شوخی میکردم با من فقط. آره خب منم اصلا اینجوری بودم که فاک گیتاره، وای گیتاره. بعد گوشی رو برداشت و بابای چی گفت؟ زدم رو اسپیکر، سلام شنیدی؟ گفت سلام من پدر سارا هستم. ببین من صدا تو خلاف کردی و من اینجوری بودم که فاک، توسکا هم بود، توسکا بغل من بود، زدم گفت من هیچی نمیدونم. بعد شروع کرد داد و بیداد کردن دیگه، فقط بعد فهمید من پشت تلفن شد و مامانم شنید اینجا، ما گفت این چیه چیه؟ گفت بله آقا بفرمایید چیه؟ گفت خانم من پدر سارا هستم، نمیگین شما چه جور پدر مادری هستی؟ خواهد یعنی چی چی میگیم؟ بس بارید چی داریم میگیم؟ شما نمیگین پسرتون بدون کفش میاد؟ کفشم بابا ما کفشمون هم نپوشیده بودیم، کفشمون هم اونجا موند فرار کردیم. شما نمیگی بدون کفش اومده خونه کجا بودی؟ بدون کفش اومده بچه تون، بدون کفش اومده خونه، گیتارش کجایه؟ اصلا چی نمیگین گیتار این پسر کجایه؟ ما تو من تو کیفش وسایل سکسی پیدا کردم، کاندوم، سیگار، بهمن کوچیک. بهمن کوچیک. بعد این گفت وسایل سکسی، من اینجوری بودم که آقا یه کاندوم بوده وسایل، گفت خفش شو پدر سگ وسایل. آقا من چی گفتم؟ یارو داره خیلی بیلد اپ میکنه، من نمیدونم چی داره میگه. یه دونه بعد کاندوم من با I never even had an experience. فکر کن درش رو وا کرده بودم یکیشو که ببینم چیه چه جوریه، و فکر کن بابای اومده تو خونه سیگار بهمن کاندوم وای، یعنی میبینی what a fucking experience. بریم به خدا ایران آزاد بود، یه فیلم کمدی باحال بود. ببین هیچی دیگه، مامان من پایت گفت خانم من قانونی اقدام میکنم، شکایت میکنم ازتون. گفتم بعد مامانم گفت آقا هر کار دلتون میخواد بکنین. مامان من تلفن قطع کرد، من نگاه کرد خوشو من کار ندارم، خودت میدونی. فریده دیگه چه خبر؟ خوبی؟ مامان من اصلا دیرن که توسکا من دیگه گفت منم هیچی نمیدونم، من بودم و گفت. بعد تلفن قطع که خوکی زنگ بزن به عموت، عموم وکیل بود. گفت زنگ بزن به عموت، این داستان رو برای عموت هم باید تشریح میدونم. بابا من این داستان فاکتا پارتش اینه که من بعد با اصلا عموم و بابام دیل میکردم با این قضیه. That was the fucked up part bro. خیلی سخت. به عموم زنگ زدم، عموم پاشو گوش نمیشه به عموش چه چیزایی. بابا اصلا من به بابام یه بار مثلا میدید، من ماشین سوار میشدم میگفتم من نگاه کفتره ریده رو ماشین، میگفت خشور بی آدم یعنی چی کفتر، یعنی چی کبوتر؟ نمیگفت نگو ریدن. فکر می‌خواستی بگی اونجا چه خبره؟ فکر کنم می‌خوای بگی بابا خیلی احتراما این احتراما شیکست. زنگ زدم عموم اومد، گفتیم عموم بیاد، عموم اومد خونه و اینا، گفتم عموم اینجوری شده و فلان شده. گفت خشوش چی کاری که نگری؟ گفتم نه عمو بیدسن this is the situation. رفتم خونه دختره، دوست دخترم بود، we just تو تخت بودیم، هیچ اتفاقی نرفتاد، there was nothing happening. گفت اوکی خب اگه اتفاقی نرفتاد باید ببینیم باسه چی رفته شکایت کردیم، یعنی شکایتش چی بوده. فاک برا غیر واقعی نازه. گفت اوکی باید بریم به بابات بگیم. گفتم آقا عمو آدم اوکی بوده پس بابا کلا همش آدم های اوکی عمو آره باشه he's fucking cool as fuck. گفتش که عموی من رفت به بابام یه جوری گفت، رفت شروع کرد ببین توسکا میدونی که، گفت شارخ چی داره میگی؟ توسکا چی شده؟ توسکا رفت بگفت نه توسکا نیست خشیاره، چیل یه جوری چیلش شروع کرد، مثلا یه جوری بهش کیک داد که مثلا آروم، مثلا یه جوری بهش گفت خیلی وکیلی بهش یه جوری داستانو گفت.
هیچی دیگه. آقا فکر کنم من فرداشم امتحان داشتم، امتحان نهایی بود، فکر کنم من فرداش امتحان دارم، مامان عمو این دارم میان راجع به دختره که من شب رفتم دست بشینا حرف بزنم، امتحان نهایی مثلا بین ترم، بین ترم بود، زمستون بود. بعد اومد با تو چیز دیدم عموم اومد، بعد دیدم بابا من پشتش اومد، گفتم اوه ای فاک استرس گرفت. ببین من اصلا اینجوری هم که like, this is it done, my life is done. I'm like what's the fuck it. علاقی زندان توسکار نگاه کردم، توسکار this is it bro I'm done. توسکار رو ابخند زده بود هیچینه. بابام ببین بابام اومد، من عموم اومد بابام، با خشور جان دست داد و مرد شدی. خب چرا هیچ چوری یه رو 20 دقیقه نیم ساعت. آره خب سارج خانم کیه؟ بیا برات یه ماشین تاکسی بگیریم، بیا رانندگی کن، درسم ولش کن دیگه، بیا برو کار کن. بابای من اینجوری من هم اینجوری که just let them have their fun، قشن داشتم فان میکردم. بعد نیم ساعت فان کردن، گفتن به خواهرم مامان گفتن شما برید تو اتاق خشور حفظ خصوصی داریم. برو ریت بهت او خشور تو خرگی نکردی که کانورسیشن که فکر کن بابات باد نشسته با عمود داره به اصلا تو فکر نمی گنجید که تو زندگی چنین اتفاقی. خب یه چک نخوردی همش؟ خوردم آخرش، آخرش یه دونه خوردم. فرداش ایرانی مگه میشه نظر؟ خب ببین خدا رو شکر بابام همون شب پروازش اون موقع واسه کارش یه کنگره داشت میرفت، یعنی پروازش اون شب روش میرفت، وگرنه چکا 10 تا. نه وگرنه من نمیتونستم با وایب این آدم تو اون خونه باشم، احتمالا فرار میکرد. ببین یعنی خدایا میرفت پیشم بابای دختره. اصلا من نمیتونم، یعنی خدا رو شکر بابام داشت میرفت، داشت میرفت کنگره ای بود، داشت میرفت قبرس، گفت اصلا نبود اونجا خونه قرار بود. همون شبم هم پرواز داشت، یعنی اصلا اومد فقط صحبت کرد بعد گفتش خواهش میکنی نگه، گفتم نه فلان. گفت خواهی که کاری نکردی یعنی چی؟ هی گفتن گفتم آره بابا، آقا باباش اومد تو، من لباس نداشتم، دختره لباس نداشته. و بابا گفت شارخ برش کنی این کرده اصلا تموم چیز نده دواری می تاک میره بری. من گفتم خدا آقا من کاری نکردم. هر دفعه موضوع رو بازتر میگرد بابا، هی دیپ. گفت خشم حالا بابای منم که چجوریه، از کجا معلوم نرفته با یکی دیگه میخواد تقصیر تو بندازه؟ بابا دختره رو میشناسه. گفت تو چی میدونی اصلا، چی میدونی، تو کجا میدونی اصلا کی کیه؟ بابای منم که اصلا هیچ چی دیگه فاکت اپ کردم من اصلا. یه بعد چی شد؟ بردن دادگاه؟ فرداش احزاری اومد دم در خونه مامانم، منم رو سری اینا میگم وای آبرمون نره وای مامان تو اسکو پدر سری چی روسری بده؟ بابا ماما یه بار زلزله اومده بود، مامان من عالیه، مامان من ایداز دیگه به فاک یارو پرستاری شهید بشیم خود رود مدچرخه it's a gangster like, اصلا they don't give a shit، گوگوش گوش میده عشقشی اصلا. من این زلزله یه بار اومد اینجوری بود که تو سر هیچ چیزو بیا، من رفت دادم زیر مبل زلزله اومده. من اومده روسری مانتو، میگه با تو اسلامش هم زلزله بیاد روسری مانتو نمیخواد بذارید. مثلا تو من پایین بچه اینجوری هم تو سر روسری مانتو الان ما بذاری همه خونه میلرزه. هیچی رفت پایین این ورقه رو گرفت. ببین اینجا بعد دیگه من دیگه گفتم شما چی کار میکنی بزن نگم بگیم من همهش پای تلفن من در حالت دوباره مامان من اصلا اینجور میگه ما ولم کنید من اصلا دوست هم دمه تو بکنم خونه ما هر کی واسه خودش بود، یعنی همه کنار هم بودیم ولی هر کی سولو زندگی خودش شد، همه تو روم گرفت همین سبک داشت دنده رو گرفتم. خدا بود اتاق چند بود دارم سود توش داشته شعر واشروم بوده عالی بود. تو با خواهر شعر داشتی واشروم تو وای خدا خلاصه این اومد برقه اومد دل درد گرفت عالی بود. یه چیزی که برقا اومد زنگ زدم محمود رفتن اونجا داشتم بعد دیگه اونجا دیگه من اینجوری بودم که فاک این یارو رفته چی داره میگه. بعد دیگه عمو اومد گفت بعد بریم ببینیم از چی شکایت، تو که میگی کاری نکردی. من نمیدونم وضعیت چیه. یه چیزی رفتیم گیشا بود با دختره اصلا قبلش حرف نزدی؟
نه دیگه اومد بیرون خب دیگه بالاخره موبایل نبود اون اینقدر پرو که دوباره بده من اصلا دیگه باش اصلا نه بابا 100% بابای گوشیشو داشت دیگه امکان نداشت من چجوری با دختر تماس بگیرم اوکی ولی مثلا میگه تا چند سال رفت تو حبس گلان تو خونش بابا 6 ماه بعد بهم دوباره مسیج زد من اصلا بلاکش کردم از ترس اینکه دوباره من اصلا اینجوری بودم که این داستان تموم بشه من دیگه دوست دختر نمیگیرم به خودت قول دادی نه من اصلا قول دادم آقا تموم خش این داستان تموم من که نمیدونم چی به چی تو فکر دنیا میخواست بشه ببین تو فکر تو ایرانی نمیدونی این قضیه چی قراره بیاد بابای اصلا نمیدونستم چی بشه رفتی چی شو رفتی چی قاضیه چی گفت قاضی نبود رفته بودیم کلانتری رفتم کلانتری اینا به عموم اومد عمومو که شروع کرد صحبت کردن خیلی وکیلی صحبت کرد یارو کلانتری گفت شما رو بریم شما وکیلا همتون میخواین چی کنین و فلان دهنشو بعدم عموم من فکرام صاف کرد نمیدونم اول چیکار ولی یارو خیلی پر بود عموم من انداختن بیرون من بودم و خواهرم بابای 5 دقیقه بعد اومده بود اومد دوید سمت من اون بلایی که سر دخترم آوردی من سرت خودت میارم با خواهرم اگه بخوای بکنیم با من کار نداشته باشه من هم بچه بودم اینجور بودم what did he just say قشن اینجور من نگاه کرد anyway یارو ببین بابای خیلی دوید سمت من رفتم پشت نمیشه اصلا فیلم سینمایی بود اصلا یه داستانی بود هیچی دیگه ما رو آها یه خیلی متشنج شده بود یکی اومد گفت آقا قضیه کیسه چیه گفت هیچی نیست بعد بره مددکاری من اینو شنیدم سری رفتم پایین به همون گفتم همون گفتش بعد بره مددکاری چیه گفت آ هیچی نیست گفت اوکی دون وری من نمی‌دونم چیه مددکاری یعنی که مثلا یه آخونده میاد میخواد صحبت بکنه باهاتون که مثلا که اتفاقی نیفتاده یارو مثلا عقدتون نکرده آره نه بابا کاری نکردیم مثلا مددکاری یارو مثلا تو ایران عقد می‌کرد ببین یارو برگشته ببینید چی گفته این بوده قضیه گفته که این پسر اومده خونه دختر من میخواسته اخفال کنه اینو گفته بوده آره و هیچ خب اینو میگن آقا دختر شما به زور که نیومده دختر شما راده کاری هم که نکرد ما چی کار کنیم آره literally آره هیچ چی نبود قضیه یعنی هیچ چی نبود بابای فقط میخواست منو بترسونه and he did a great job هیچی رفتیم آخونده اون پسر هم اومده آخونده رایان چی میگو؟ من خودم مردم من یه زن میبینم خودم تحریک میشم من میدونم شما چی میگید یه زن چادری هم میومد یه بس لبخند میزد برو it was a fucking scene bro as a kid you're seeing all this islamic bullshit یه سریال اون وری داده اصلا حاجی اصلا دارم بهت میگم حاجی I'm like watch اینا رو میدیدم اصلا من traumatic شد اصلا حاجی آقا با حاج خانم تیک میزد اونجا با باسه ما داشتیم من فکر ما رفتیم اونجا بخاطر یه دختری دیگه اصلا میگم اصلا خیلی messed up اونجا تو چند سالگی گفتی 16 سالگی من دوم نورستان بودم میشه خیلی کم بوده برای این داستان ها تموم این ببین. چیزا رو ببینی آره با مامان من فهمید من سیگار میکشم چه میدونم عمو فهمید من سیگار می همه چیم وا شد دیگه میدونی چی میگم بابام ولی نفهمید کلا آنلاک شد زندگیت آره واسه همه قشنگ یه جورایی آنلاک شد خشر سیگار چی میگی سیگار از دست رفتی کلا آره است ولی بعدش که تمام دو ماه بعدش دور دوست دختر گرفتم خونه اون که دیگه نرفتی که من دیگه هیچ جا نرفتم آره دعوت میکرد خونه خود تو بیا خونم و یه پنگوئن داریم برات ساز میزنم من اصلا هیچ آره من اصلا نه البته بعدش چرا بابا خونه ترلان اینا میرفتیم با الانا اینا ولی واقعا شماتی که تو وقتی همچین اکسپیرینسی بکنی واقعا دردناک بود آره خیلی فاکت ببین ترسناکه مثلا فکر کنم کابوس میده تا اون موقع ببین جدی میگم بابایی که اومد تو خونه تو اون موقع من باور نمی کردم که این الان زندگیمه من این سنمه این بدنمه من اینجام این من اومدم امروز دیدمش اینم باباشه و من الان اینجا بابای رو بگو بابایی که اومد تو خونه اینجوری بود که اینجا خونه منه قشنگ داشت اتاقو نگاه میکرد از مطمئن شه که خونه خودش رو وا کرده خیلی فاکت اپ بود بس برو دات واز ا فاکینگ اکسپریانس بچا چه داغ میخوری فکر کنم بعد پادکست رو تموم آره ببین دیگه آروم آروم جمعش کنیم چون که چه داستانی بود این داستان من 5 دقیقه است فکر کنم ریکورد میکنیم آره اپیزود باحالش کامرامون خدا رو شکر تو الان جواب داده بهمون آره خیلی خوب بود آقا ببخشید داستان خیلی طولانی بود ولی شروعش من نمیدونم کجا به کجا رسید ولی آره ولی باحال بود خیلی باحال بود با این موقع اینجوری میگم یه فیلم بعد بشه بخوید مثلا یه کانتنت ترنتینو و اگه یه کانتنت ترنتینو تو ایران داشتیم اینو خیلی میتونست یه فیلم کوتاه دایرکت کنه خیلی باحال بشه دقیقاً آره خیلی خوب شد اینجا هم نشستیم یه محیط دیگه بود خیلی باحال بود خب کلمه پایانی دیگه دفعه بعد میایم دیگه دوباره
حالا بذار آخری یه دونم اینو من بگم، اینم باحال. فعلا که این دستگاه تو یک ما دیگه داریم. اینم بذار من بگم اینم باحال. حالا من این اتفاق برام افتاده بود، یکی از دوستای دیگه سنشون فرق داشت، ما 15 حالا اونا سنشون 27 28 دانشگاهی بودن. پسر رفته بود خونه دختره، بابای دختره آخوند بوده. بابای دختره میاد تو، دختره دختره بابا رو میبینه، پسر روشه، دختره میبینه اینجوری خب آگه این که اومده تو وضعیت هم اینه آگه با خونه قش میکنه، قش میکنه وضعیت یه وضعیت. این داستانو کی ببینیم کافه مصر میرفتیم تعریف کرد. وای خدا این اتفاق انقدر از این داستان تو ایران میفته که بخواد من میگم اینا فیلم دلم میس بخواد دلم اینا انقدر اتفاقات خفن تو ایران میفته که اتفاقات دردناک میفته، اتفاقات بامزه هم میفته. آره اینا بامزه هست. من چیزی هم شنیدم واقعا که مثلا پسر رفته بود خونه دختره، بعد بابا دختره مامان دختره اینا میان، بعد مثل که خونه شون طبقه بالا بوده، خب خودشو از بالکن میندازه با این پسره، پسره میزه پایین. آره حالا خدا روش پا شکست، من گفتم فاک دارم ببین شما آره ترکید یارو. آره خب ببین منم به خدا اگه خونه مثلا منم خونه اگه مثلا این وضعیت بود واقعا ممکنه بترسی، واقعا وزور ترس میری واقعا، یا حداقل میمونی زیر تخت تا یارو بخوابه. من وضعیتم فرق داشت، پسره اومده داره میگه خشا باباش میگه صدا، یعنی در عرض مثلا 20 ثانیه بعد یارو اومد تو، بعد دقیقا این چیزی که تو داری میگی کیف سامسونه، بعد تو فرار میکردی از دسته من زد منو در که اگه اینجا بود اون اونجا بود من از زیرش رفتم، بعد این پشتش بود اینو گرفته بود داشت اونو میزد، این میگو من که کاری نکردم اونو همجه داشت میزد، من تو حال بودم گفتم گیتار رو بردارم در خروجی ها، من رفتم تو حال خب در خروجی فکر کنم پشتم بود اونجا این اتفاق افتاد، اون داشت اونو میزن من که کاری نه بام بام اونش میزن بعد فکر واسه هیچ کاری میگه بام بام داش میزن آخه میومد جورا پاشو گرفت آخر سر، آخرین چیزی که من دیدم جورا بهش پاش در اومد، یه جورا پاش بود یه جورا پاش در پا برنده تو اندیشه. بعد ما اومدیم بیرون خشیار ماشین حساب 20 تومانی مال من چی دس کید برو، من فکر کنم این پسر رو همون روز دیده بودم، یکی از دوستای قدیمی کلاس دبیرستان ماشین گفتم ببین چی داری میگی تو، دو یو اندرستند دس سیچویشن رایت ناو، ماشین حساب دینه کفشم واسه داداشم بوده، کفش تو چیکار کنم، میگم گیچه بعد گیتار من رو این زد شیکون همونجا صداش اومد، یعنی تو فرار کرده بودی وقت گیتار تو برداری، ببین من توش من تو حال بودم گیتار اصلا ببین تو تو شوکی واقعا، من اینجوری بودم که گیتار اونجا بود، حالش هم بزرگ مثلا همین قد بود، اون اتاقم اونجا بود دقیقاً سایزی فکر کنم همین بود، گیتار اونجا بود اون داشت اونو میزد، اینجوری فاک 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 من قفل کرده بودم، من رفتم بیرون نه گیتار برداشتم نه کیف برداشتم نه کفش برداشتم نه سازنی برای هیچ چیز نداشتم. بعد دختره اونجا چیکار داشت میکرد در اون لحظه؟ Thank God حداقل بالا وقتی بابایی داشت میومد پایین برای ما بولیز ما رو پرت کرد، یعنی من کفش نداشتم پیرن نداشتم زمستون اونم جوراب نداشتم، مالی داده که بهت لباس داده دمش گرم سارا واقعا، یعنی لباس من اگه نمیدونم سارا انداخت، آره دختره بالا بابا اگه این پادکست رو ببینه دوباره میره شکایت میکنه نه بابا این مسئله رو بین المللی کرد، آره دختره من دختره برگشته به باباش گفته بود که این اومده بود من گیتار یاد بده، آه آره اون هر چی گفته سوکه لخ درس میدادی بالاخره باید لخ را آقا باور کن من هیچ کاری واقعا اصلا من آقا من اونم من اصلا نمیخواستم با اون من یه دوست دختری دیگه داشتم، من شنبه بود میخواستم برم با یکی دیگه، پس چرا اونجا بودی؟ من این بابا این منو میخواست دهن منو صاف کرد و به خدا اینم منو برد تو اتاق، هی پاش میزنم من خوابم میاد من خوابم میاد من چیکار کنم، بعد اصلا ببین تینیجر بازی تیر، من گفتم بابا ما رفته بودیم تو اتاق 45 نمونشیم فقط میکاپ میکردیم like a fucking bunch of idiots and like لبم سر شده بودم یه سوال دارم
یه سوال دارم، بعد تو دو روز بعد دوست دخترم خواستی ببینی، با چه حالی رفتی ببینی؟ دوست دخترم نبود، اون دوست دختره کراش زندگیم بود. خیلی خوشحال میمونم ازش، بچگی دوست خانواده بود، من خیلی باحال میکردم. اون شب اون فهمید که تو چه اتفاقی برات افتاد بعد بری فلان جا اینا. اونا میدونستم، ما اون شب رفته دیگه، اون شب مهمونی رو کنسل کردیم، من رفتم و توسکا واسه پسرش رو با من حالا اسم نگیم، من بودم با اون و اون و اون همینجا رفتیم چیل. که اون شب هم was my first night and I didn't even know what the fuck I did bro. Can you imagine? That was insane bro. That was like insane. خیلی باحال بود، خیلی خندیدیم. آره اون جورایی که دست بابا ببینه. I still remember بابای بکن توپله مثلا ریشیه مثلا اسلامی با کیف سامسونت. این پسر هم من میبینی اینقدر گوگلیه مثلا یه فای ویدوش من که کاری نکرم. اونم زد بابا اونو گاهی اونو جای خشور زده، اونو بارش کرد. من یه دونه ببین علی، من یه دونه زد، من تمام مغزم داشت. دختره رو داشته میزنه. نه دختره کاریش نکرد، پسره رو داشت میدونه. تازه فهمیدم داستان چی. پسره اومد که من خدا بود. یعنی بعد بکن رفتیم بیرون خاشو یار ماشین حسابه مالا بودی 20,000 تومن ماشین بکن مهمتانه. چرا با تو اومده بود اینجا؟ فکر کنم این اینجا بوده بابا. من چه کار بس میکرد بابا؟ من واسه دو تو پذیرایی چشم بابای فکر کنم اومده و فکر کرد نوبت بابای من. نمیدونم چه تصویری بابای فکر کرد، بابای چه تصویری داشته. ببین بابای اگه اومده فکر کنم بیای تو اتاق اون نوبت تو نوبت دنیا به درد بابای فاکت اپ شده بودم. یعنی هم تو میخواستی به اون یاد بدی همون میخواست یاد بده؟ نه نه بابای که اومده اینه. بابای من چه فکری کرده؟ آره بابای پسرش رو بیرون منتظره، این چرا رفته تو؟ آره با بابا فکر بابای در رو با کرد اومده یکی غریبه پاشو انداخته رو بعد خونهشو نگاه کرده کلیدشو نگاه کرده ببینه خونهش درست اومده. بعد این وای عالیه به من که بعدن گفت، من گفتم اصلا تو چی دیدی برای من توضیح بده. چیزی تو توی هیچ وبسایتی نمیبینی. گفت بابای اومد تو من دیدم. پسره که اومد به تو گفت باباش اومده داشت میرید اصلا منتظر چنی اتفاقاتی نبوده. بعد این دفعه گذاشت تو گوشم نکتت تو گوش من رفتم. بعد اون رو بعد دیدی کسی نداره گفته بذار اینم بزنم دست من که نمیدونه چه خبره. پسر هم بکنه ایوان میوان بوده بیچه. ببین یه فازه ایوان هم بوده ولی که خیلی چیز بوده نرمون عجیب بوده. خب همه ایوان بوده اشتباه. آقا میدید چیشو من اینده دیدم که دوست آقا اصلا من نیستم پسر نیستم دیگه. من اینده میشناختم اینده دیدم گفتم آقا من دارم میرم خونه دوستم میخواد بیای. اون تصمیم داشت که با من بخوابه دختره. این... چرا اینو با تو اومد اونجا؟ آقا من نمیخواستم با این دختره باشم. خب چرا اینو بردی با خودت؟ به خاطر همین اینو اصلا من برداشته بودم ببرم که با... که با این اصلا نباشم. آها که مثلا بیا بیرون که هنگ اوت کنیم تموم بشه بره. خیلی خب شانس گندمو بابای پرواز داشتن چی کنسل شد با کیف سامسونن اومده خونه ریش حاجی. خیلی بابای ترسناک بود. ما همچنین پادکستمون یک ساعت و 35 دقیقه میشه. شده چرا؟ ولی من یکی خیلی خنده داره، من خونم اینو ببینم میپاشم خاطره اینو واسه توسکا بفرستم پاره میشه خنده. خیلی خاطرات ولی الان میخندی دیگه، اون موقع خیلی فاجعه میخندی همه وقتی من اتفاق مرگ میرسه آدم با اون اتفاق اون موقع. همین میگه کی میگه life in long term comedy ولی in close up is a tragedy. نمیشه همچی چیزی این دقیقه همینه. ولی وای خب آقا جمعش کنیم دمتون گرم. خیلی دمت گرم. خیلی خیلی دمت گرم. مرسی از حضورت. ببینم تو دوباره نگرانم. دمت گرم بیبی، فدات بشم.